بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دوستان عزیز، در خدمتون هستیم با جلسه دوم درس سازهای فولادی یک و همچنین ساختمان های فولادی که به ترتیب مربوط به دوستان کارشناسی پیوسته و دوستان کارشناسی ناپیوسته هستش. این جلسه یک مقدمه ای میگیم، مقدمه ای بر اینکه فولاد چی هستش و نحوه ساختش، در مورد انواع مقاطع فولادی، در مورد انواع مشخصات مکانیکی فولاد و بحث خواهیم کرد و بعد از اون در مورد انواع روش های طراحی سازهای فولادی انشالله یک بحثی در این جلسه خواهیم داشت. اما فولاد چی هستش؟ شاید در ذهنتون باشه که فولاد همون آهن هستش، ولی بچه آهن، فولاد آهن نیست. آهن یعنی قسمت عمده ای از فولاد آهن هست، ولی آهن نیست. خود آهن بچه ها مشخصات مکانیکی ضعیف، خیلی ضعیفتری نسبت به فولادی که الان استفاده میشه داره. خود آهن و چهار خیلی نرم هستش، یعنی چکش پذیر هستش، یعنی یک ضربه چکش که بزنید اثر چکش روی آهن میمونه، ولی یک ضربه اگر به فولاد بزنید در واقع اینقدر چکش خار نیست به اندازه آهن و خیلی سختتر هستش نسبت به آهن عادی. علاوه بر اون، آهن عادی بچه ها خیلی نسبت به شرایط محیطی ضعیف هستش، یعنی نسبت به خوردگی به شدت ضعیف هستش، نسبت به زنگ زدگی به شدت ضعیف هستش. و ولی فولاد نه، مقاومت بیشتری نسبت به آهن عادی داره. پس فولاد قسمت عمدهش درست آهنه، ولی یک سری در واقع افزودنی ها و یک در واقع شرایط ساختی داره که این شرایط ساخت باعث میشه که فولاد با اینکه شاید بالای 90% اون همون آهن هستش، ولی خواص مکانیکی و فیزیکی که نشون میده بسیار متفاوت نسبت به آهن عادی باشه. فولاد معمولا اون افزودنی هایی که عرض می کنم خدمتتون، یه قسمت مهمیش کربن هستش. کربن، وجود کربن در فولاد باعث سختتر شدن اون میشه، علاوه بر این که سختتر شدن و یعنی باعث افزایش مقاومت اون میشه و از طرفی باعث کاهش شکل پذیری اون میشه. پس باستیم مقدار کربن رو حواسمون باشه که در یک رنج تنظیم شده ای به فولاد اضافه کنیم. اگر خیلی زیاد به کربن به فولاد اضافه کنیم باعث میشه که مقاومتش خیلی بالا بره، ولی از اون ور خیلی ترد بشه که این خیلی برای ما مطلوب نیست. خب پس یکی از افزودنی های مهم در واقع چی هستش؟ کربن هستش. سایر افزودنی هایی که داریم شامل مس هست، منگنز هست، نیکل هست، کروم هست، مولیبیوم هست و سیلیسیوم رو بریم و حالا ممکنه سیلیسیوم که سیلیکون هستش و ممکنه فلزات دیگه داخلش باشه. فلز با فلز، ببینید اینایی که گفتم همه فلز هستن به جز کربن که نافلز هستش. ببینید بچه ها، ما ترکیب شیمیایی که داریم، ترکیب های شیمیایی که داریم معمولا دو دسته هستن، یا ترکیبات شیمیایی یا پیوند ها به صورت کووالانسی هستش که دو تا نافلز میان در واقع الکترون به اشتراک میذارن. مثل چی؟ مثلا O2، مثل O2، یعنی دو تا اتم اکسیژن هستش که در لایه ظرفیتش مثلا دو تا کربن، دو تا الکترون به اشتراک گذاشته. و یا پس ما یا پیوندمون در واقع پیوندهای شیمیایی یا پیوند کووالانسی هستش یا پیوند یونی هستش که در واقع یک نافلز با یک فلز میاد در واقع پیوند برقرار میکنه. خب تو این حالت مثلا فرض کنیم H2O، هاش درسته به هر حال هیدروژن هستش، نافلز هستش، ولی چون یه دونه الکترون در لایه ظرفیت داره، اون رو مثلا میتونیم بگیم در
از لحاظ در واقع لایه ظرفیت الکترون میتونیم بگیم که رفتار شبیه فلز هستش. H2O ما در واقع هیدروژن یه الکترون میده و یه الکترون در واقع اضافه داره تو لایه ظرفیتش و اون طرف O2 اکسیژن از اون بر کم داره که این اشتراک الکترونی که میده بهش میگن پیوند یونی. پس پیوند یونی داریم فلز نافلز، پیوند کووالانسی داریم دوتا نافلز، ولی اینجا بچه ها ما آهن رو داریم با یه سری فلز، فلز با فلز، فلز با فلز. یعنی ما الان فولاد رو با یک سری فلز دیگه میخوایم قاطی کنیم. قاطی کردن دوتا فلز با همدیگه بچه ها پیوند شیمیایی نیست، بلکه این رو بهش میگن آلیاژ. آلیاژ یک پیوند شیمیایی نیست. یعنی ما این در واقع اینایی که خدمتون گفتم مس، منگنز، نیکل، کروم و اینا اگر وقتی که به آهن اضافه میشه و حالا ذوب میشه، بازپخت میشه و این داستان ها دیگه میره تو کوره آهن پزی که اینا رو با هم قاطی میکنن، اینا پیوند شیمیایی با هم دیگه نمیخورن، بلکه بهش میگن آلیاژ در واقع تشکیل. این آلیاژ به چه معناست؟ به معنای اینه که به هر حال دو تا در واقع ترکیب دو تا فلز با هم دیگه رو میگن آلیاژ. این آلیاژ پیوند شیمیایی نیست، مثل آب نیست که مثلا فرض کنید مثلا دو اتم هیدروژن با یه اتم در واقع اکسیژن ترکیب بشه آب تشکیل بشه. اینجوری نیست که مثلا اتم آهن بیاد با اتم های مثلا مس و منگنز قاطی بشه مثلا فولاد تشکیل بشه، اینجوری نیست، بلکه این فلزات باعث میشه که ساختار بلوری آهن تغییر پیدا کنه. ساختار بلوری، ساختار بلوری چیه؟ ساختار بلوری نحوه آرایش اتم ها و مولکول های آهن هستش. نحوه آرایش، ببین اگر آرایش منظم باشه، نحوه چیدمان اتم ها، نحوه چیدمان تغییر پیدا کنه، بچه ها از لحاظ ماهیت چیز تغییر پیدا نکرده، یعنی از لحاظ شیمیایی چیز تغییر پیدا نکرده، ولی از لحاظ مکانیکی چرا تغییر پیدا میکنه؟ و این خصوصیت مکانیکی یعنی اضافه کردن این آلیاژ ها در واقع باعث بهبود شبکه در واقع بلوری در آهن میشه و در واقع فولاد تشکیل میشه. مثلا یک مثال دیگه بزنم که ملموستر باشه براتون. بچه ها مثلا زغال رو در نظر بگید، از کربن تشکیل شده. مثلا نوک مدادها رو دیدید، اینا از کربن تشکیل شده، حالا بیشترش کربن هستش. و یا اینکه بچه ها الماس هم کربن هستش. خب اینا چه فرقی داره؟ این کربن از یه طرف زغال هست، از این ور چیه؟ الماس هستش. خب از زغال تا الماس خیلی فرقشه، هر دو هم کربونه، این وسط چی فرق کرده؟ از شیمیایی که این دوتا یکی هن. چی فرق کرده؟ این ساختار بلوری فرق کرده. ساختار بلوری در زغال نامنظم کاتوره‌ای هستش، ولی ساختار در واقع بلور، ساختار بلوری در الماس بسیار منظم، از سطح مولکول تا سطح و تا سطح در واقع ماکرو و بزرگ همش منظم هستش. این منظم قرار گرفتن اتم ها از این ور تبدیل شده به الماس و نامنظم قرار گرفتن تبدیل شده به زغال. پس همین آرایش بلوری متفاوت هستش ما بین الماس و زغال. اینجا هم به همین صورت اضافه کردن این فلزات که درصدش هم خیلی کمه بچه، در حد 1-2% به آهن اضافه میشه، یعنی باز 90 خورده درصد، 96-97% همون آهن هست، آهنه هستش. اینا که اضافه میشه ساختار بلوری در واقع فولاد تغییر پیدا میکنه و باعث بهبود رفتار مکانیکی اون میشه و فولاد تشکیل میشه. خب این مقاب در واقع اون در واقع فلز و نافلزاتی هستش که به فولاد اضافه میشه و اثراتی که داره رو اینجا نوشتیم. خب کربن به عنوان یک نافلزی که به فولاد اضافه میشه باعث افزایش مقاومت فولاد میشه، ولی اضافه کردن اینجا در مورد در واقع مزیت‌ها و
معایبش گفتیم که اگر اضافه زیاد اضافه کنیم به فولاد باعث کاهش داکتیلیتی و جوشپذیری فولاد میشه. پس کربن بایستی حواسمون باشه به مقدار زیادی استفاده نکنیم، مثلا در رنج شاید مثلا در رنج 0.5%، یا کمتر از 1% کربن اگر اضافه بشه خصوصیات فولاد رو خوب میکنه، مقاومت رو افزایش میده ولی شکل پذیری رو خیلی کم نمیکنه. ولی بیشتر استفاده کنیم هم فولاد رو تیره میکنه و هم اینکه حالا مقاومت رو میبره بالا ولی تردش میکنه. فولادی که کربن زیاد داشته باشه رو بهش میگن اصطلاحاً چدن. دیگه چدن کاربرد ساختمانی نداره، چون ما در ساختمان یک فولادی به کار میبریم که در هنگام زلزله بتونه به اندازه کافی از خود شکل پذیری نشون بده، یعنی تغییر شکل به اندازه کافی بده، تغییر شکل‌های پلاستیک بده و خراب نشه. عین یه میلگرد فولادی تو دستتون بگیر بچه‌ها، میگرد و یک کم خمش میکنی ولش میکنی بر میگرده، اینو بهش میگن تغییر شکلی الاستیک. ولی میلگردی رو خم کنی بر نگرده، اون مقداری که خم شده بر نگرده اینو بهش میگن تغییر شکلی پلاستیک. تغییر شکلی پلاستیک، تغییر شکلی پلاستیک بچه ها موجب خرابی فولاد میشه. یعنی چند بار اون رو همینجور خم و راست کنید این در واقع میلگرده میشکنه. ولی خب دیدید دیگه میلگرد به هر حال واسه چند بار خم و راست کنید تو زلزله، واسه تیر و ستونها هم یک همچین اتفاقی میفته. اگر اون تغییر شکل از حد الاستیک بیشتر بشه تبدیل به تغییر شکلهای پلاستیک میشه. چدن تغییر شکل پلاستیک تحمل نمیکنه، به محض اینکه وارد تغییر شکل پلاستیک بشه میشکنه، ترده. ولی فولاد عادی که ما فولادی که استفاده میکنیم در ساختمان واسه فولادی باشه که به اندازه کافی نرم باشه، اون تغییر شکل های پلاستیک رو حداقل چند سیکل تغییر شکل های پلاستیک رو بتونه تحمل کنه و بعدش حالا دیگه خب دیگه احتمال داره باز بشکنه. خب در مورد مس کوپر، وقتی که به مقدار کمی بهش اضافه کنیم باعث افزایش مقاومت در برابر خوردگی میشه و البته به فولاد کربنی و همچنین باعث افزایش خود مقاومت فولاد میشه. پس اثر کربن باعث افزایش مقاومت در برابر خوردگی میشه و از طرفی هم البته به فولادی که کربن داره و همچنین باعث افزایش خود مقاومت فولاد میشه. بعدش چیه؟ اگه زیاد اضافه کنی باعث کاهش ولدابیلیتی میشه جوشپذیری، باعث افزایش کاهش جوشپذیری فولاد میشه. یکی از خصوصیات فولاد اینه که جوشپذیر هست، ما نباید خصوصیت جوشپذیری فولاد رو کاهش بدیم. پس مس اثر منفی روی ولدابیلیتی داره، کربن هم افزایش استفاده زیاد باعث ولدابیلیتی میشه. خب وانادیوم که یک فلز گران قیمت بچه ها باعث افزایش مقاومت میشه، باعث افزایش طاقت در برابر شکست بتون میشه و اثرات منفی معمولا نداره و همچنین اثری روی کاهش چه میدونم مقاومت و یا ولدابیلیتی فولاد نداره. حالا وانادیوم پس اثرات مثبتی داره. نیکل باعث افزایش مقاومت میشه، باعث افزایش مقاومت در برابر خوردگی میشه، باعث افزایش طاقت در برابر شکست میشه. یعنی نیکل که اضافه میکنیم این فولاد به این راحتی دچار شکست نمیشه، ولی باعث کاهش ولدابیلیتی یعنی جوشپذیری میشه. پس اینها میبینید حساس هستن، یعنی مقدار اینا همشون خیلی کم استفاده میشه ولی باعثی حساب شده استفاده بشه. خب مولیبیدیوم باعث افزایش مقاومت میشه، باعث افزایش مقاومت در برابر خوردگی میشه و از طرف دیگه ممکنه باعث کاهش ناچ تافنس فولاد بشه. ناچ تافنس به معنای اینه که میتونیم بگیم که مقاومت در برابر مقاومت سوراخ، وقتی که یک قسمتی از فولاد رو سوراخ میکنیم اون قسمت ها مقاومت کاهش پیدا میکنه. خب این اثرات اون در واقع مواد فلزی و کربنی بود که به فولاد اضافه میکردیم. اما
ما خب در این اسلاید ما در واقع مزیت‌های فولاد رو گفتیم که به صورت کلی فولاد چه مزیت‌هایی داره. خب مهمترین مزیت فولاد مقاومت بالای اون هستش، مقاومت بالای اون نسبت به وزن کم اون هستش. یعنی ما یک مقطع فرض کنید آی پی بی رو با مساحت فرض کنید 40 سانتی متر مربع، این مقاومتی ممکنه داشته باشه در حد مثلا یک مقطع بتونی که مثلا فرض کنید 30 در 30 باشه، 30 در 30 میشه 900 سانتی متر مربع. پس میبینید با مساحت 40-50 سانتی متر مربع مثلا مقاومتی در حد بتون با 900 سانتی متر مربع داره. معمولا مقاطع فولادی، مقاطع ستونها، تیرها، همه اینها وقتی ساز فولادی هستش ظریف‌تر، کوچیک‌تر هستش. یعنی از لحاظ معماری مساحت بیشتری رو در اختیار ما قرار میده. چرا؟ چون مقاومتش در برابر وزنش و ابعادش خیلی بیشتر هستش. یعنی ممکنه یه ستونی مثلا یک ساختمانی در مثلا فرض کنید ساختمان معمولی 5-6 طبقه، ابعاد ستون یک ساز وقتی که فولادی هستش در طبقه همکف ممکنه 50 در 50 باشه، 5.5 متر در 5.5 متر باشه یک ستون بتونی، ولی همون ابعاد در یک سازی فولادی ممکنه مثلا 25 در 25 باشه. یعنی حجم اشغال که میکنه یک چهارم در واقع ابعاد مربوط به یک سازی بتونی میشه که این معمولا مطلوب معماران هستش. بله، خصوصیت دومی که فولاد داره، خوبی دوم در واقع داکتیلیتی زیاد اون هستش. یعنی فولاد اصلا بچه ذاتن یکی از مواردی که در واقع ما ازش استفاده می کنیم اینه که شکل پذیری داره. یعنی بعد از اینکه تغییر شکلهای اون در واقع از حد الاستیک رد می کنه، می تونه سیکل‌های مختلف تغییر شکلهای غیر الاستیک و که بهش میگن تغییر شکل‌های پلاستیک رو میتونه تحمل کنه که بهش میگن داکتیلیتی. که مثلا در فولاد، در بتون به صورت عادی خودش ترد هستش، بتون ترد هستش و حالا در خود بتون ما میلگرد اضافه میکنیم که همین میلگرد فولادی هم در بتون باعث افزایش داکتیلیتی شکل پذیری اون میشه. ولی اینجا که کد مقطع تیر ستون داکتیلیتی داره، چون داکتیلیتی شکل پذیری در زلزله خیلی مهم هستش و اگر این داکتیلیتی وجود نداشته باشه سازها خیلی راحت دچار شکست میشه. پس این داکتیلیتی که داره یک پارامتر بسیار مهم هستش. مورد بعدی که داره اینه که فولاد خودش به صورت عادی هم مقاومتش در کشش و هم مقاومتش در فشار یکسان هستش برخلاف بتون. بتون رفتارش در کشش و فشار متفاوته. در فشار مقاومت فشاری افریم سی داره، ولی در کشش تقریبا میتونیم بگیم هیچ چیز نمیتونه تحمل کنه. در کشش معمولا 10% مقدار اون چیزی که در فشار تحمل میکنه رو میتونه تحمل کنه. یعنی 90% در کشش ضعیف هستش نسبت به فشارش. ولی فولاد اینجوری نیست، تنشای کششی رو عین تنشای فشاری میتونه تحمل کنه و رفتار تنش کرنشی که فولاد داره متقارن هستش. که اینم یکی از خوبی های فولاد هستش، مقطع فولادیه که ما استفاده میکنیم معمولا دیگه مثل بتون نیست. بتون خودش قسمت فشاریش رو بر عهده خود بتون قرار میدیم و قسمت‌های کششیش رو میلگرد قرار میدیم. خب به این صورت میبینیم که این خصوصیت یکی از خصوصیت خوب فولاد هم هستش. مورد بعدی ایزین ریسایکلینگ هستش. یعنی ما خیلی راحت میتونیم فولاد رو بازیافت کنیم. همین فولادی که استفاده شده دوباره میندازن توی کوره دوباره یه بازپختی میکنند و یه ذوبی میکنند، دوباره تبدیل میشه فولاد مثل روز اول.
پس خیلی راحت میتونیم بازیافت کنیم، ولی بتون دیگه قابل بازیافت نیست، حالا مگر فقط همون میلگردش رو بخوام بازیافت کنم که اون هم خیلی سخته بخوام میلگرد رو از بتونی که درست شده ساخته شده جدا کنم و بخوام بازیافت کنم. پس اینها خصوصیات خوب فولاد بود. اما معایب فولاد چی هستش؟ معایب فولاد، اولین عیب فولاد بچه ها گلوبال باکلینگ هستش. گلوبال باکلینگ یعنی کمانش کلی فولاد هستش. فولاد ها همونجوری که عرض کردم خدمتتون، چون ابعاد مساحت اون معمولا کم هستش، این تحت اثر بار فشاری ممکنه کمانه کنه، خم بشه. این یه خطکش تیشک رو در نظر بگیر، شما فشارش که میدید کمانه میکنه، شکم میده. ولی تو مثلا اینا تو ستونها بیشتر مطرح هستش، ولی تو ستونهای بتونی چون ابعاد ستونها زیاد هستش این مشکل رو نداره، معمولا نداره. خب البته این گلوبال باکلینگ رو خب ما در وقتی که به فصل ستون رسیدیم این رو میگیم که چجوری برطرف میکنیم، باعثی اثر باکلینگ یعنی کمانش رو، یعنی خم شدگی رو ما تو محاسبات لحاظ میکنیم. چون تو محاسبات لحاظ میکنیم این عیب برطرف میشه. مورد بعدی لوکال باکلینگه، یعنی ما چون فولاد از قسمت‌های نازک تشکیل شده ممکنه تحت اثر بارگذاری شدیدی قسمتی از بال یا جان شبیه این شکلی که اینجا آوردیم دچار خم شدگی بشه. این مثلا قسمتی از بال یک مقطع سپری هستش که تحت اثر بار فشاری این دچار کمانش محلی شده. این کمانش محلی ما در بتون اصلا نداریم. پس ببینید بتون فولاد یک معایبی داره که اصلا فولاد بتون نداره. این عیب های مربوط به فولاد هستش، باید یه جوری برطرف کنیم. واسه برطرف کردن این ما سعی میکنیم که از تا حد ممکن از مقاطعی که خیلی نازک باشه استفاده نکنیم. اصطلاحا بعداً خواهیم گفت از سعی میکنیم از مقاطعی استفاده کنیم که در اصطلاح فشرده باشه. پس این عیب فولاد هستش، باستی سعی کنیم تا حد ممکن ازش فرار کنیم. مورد بعدی خوردگی و زنگ زدگی بتون هست، فولاد هستش. عذر میخوام، بعدی ضعف فولاد در برابر آتش هستش. از اون ور بتون رو در نظر بگیرید بچه‌ها که ذاتاً میتونه مقاومت خوبی در برابر آتش داشته باشه و خیلی در برابر آتش سوزی تا حد زیادی مقاوم هستش، ولی فولاد به هیچ وجه اینجوری نیست و خیلی ضعیف هستش و برای برطرف کردن این عیب یعنی ضعف در برابر آتش حتما بایستیم اصطلاحاً مواد ضد حریق استفاده بشه، برای بایستی فکری بشه و یعنی سازه فولادی در برابر آتش خیلی ضعیف هستن. مورد بعدی که گفتم و دوباره میگم ضعف فولاد در برابر خوردگی و زنگ زدگی هستش که این هم یه بایستی با استفاده از مواد مثل ضد زنگ و یا اینکه پوششی که بر روی فولاد در واقع استفاده میکنیم تا حد ممکن از این مورد بایستی فرار کنیم و اجازه ندیم که فولاد دچار زنگ زدگی و یا خوردگی بشه. خب مورد بعدی که داریم بریتل فرکچر هستش، به معنای شکست تورد هستش. شکست تورد وقتی که ما تنش یک جای در یک نقطه از فولاد یک بار متمرکز اعمال بشه که اصطلاحا هم بهش میگن تمرکز تنش، استرس کانسنتریشن داشته باشیم، و یا اینکه در واقع ما خستگی در فولاد داشته باشیم. خستگی به چه معناست؟ به معنای اینه که ما در قسمتی از فولاد یک بار رفت و برگشت داشته باشیم، یه باری که هی به ساز وارد میشه بعد برمیداره، وارد میشه برمیداره، وارد میشه برمیداره. این بار هرچند کوچیک باشه ولی چون به تعداد خیلی زیاد مثلا اعمال میشه، فرض کنید یک باری هستش یه میلیون بار به سازی یک بار جنراتوری هستش که مثلا به یک تیر فولادی وارد میشه. اگر ما بحث خستگی رو لحاظ نکرده باشیم ممکنه یه اون بار کوچیکی که به تعداد زیادی
به فولاد وارد میشه باعث شکست بشه، هرچند اون بار کوچیک باشه. یعنی اون بار کوچیک رو ما میدونیم که اون یه دونه اون بار کوچیک رو فولاد میتونه تحمل کنه، ولی وقتی که به تعداد خیلی زیاد رفت و برگشت توی سیکل های رفت و برگشت به فولاد وارد میشه، این فولاد دچار شکست میشه که بهش میگن پدیده خستگی، پدیده خستگی یا فتیگ. این فتیگ پس به این معناست که شکست فولاد تحت اثر بارهای سیکلیک، تحت اثر یک باری خیلی کمتر از باری که فولاد میتونه تحمل کنه، که این خستگی هم به هر حال یک سری جداول داره که مثلا میگن که طول عمر فولاد چقدر هستش، تعداد ضرباتی که سیکل هایی که وارد میشه چقدر هستش، اگر به هر حال جداولی داره که باز از اینم فرار میکنیم. و مورد بعدی که باعث شکست ترد به فولاد میشه در واقع شکست تردی هستش که در دمای پایین فولاد اتفاق میفته. یعنی وقتی که دمای فولاد از یک حدی پایین تر بشه، مثلا از منفی فرض کنیم 26-27 درجه پایین تر، منفی 30 درجه پایین تر که میشه، فولاد یه دفعه خیلی ترد میشه، یه دفعه تبدیل به چدن میشه. هر کاریش بکنیم این فولاد دیگه ترده و ممکنه با یه ضربه مثلا پتک به فولاد یه مقطع آی پی مثلا دچار شکست بشه. یه نقطه در فولاد که در واقع تنشش از حد پلاستیک فراتر بره ممکنه منجر به شکست کل مقطع بشه. خب اینم واسه اینکه از این فرار کنیم یک سری آزمایش ها هستش و ما از طریق اون آزمایش ها از هر نوع فولادی دیگه استفاده نخواهیم کرد. به صورت کلی بچه ها ما سه نوع فولاد داریم. یک فولاد کربونی هستش، پلین کربون سیلز هستش، که این کربون فولاد های کربونی در واقع مقدار کربن اونها کمتر از 1% هستش و اکثرش دیگه حدود 99% آهن هستش و اون 1% هم کربن هستش. این فولادهای کربنی هستش که این فولاد کربنی معمولاً خود فولاد کربنی معمولاً کاربرد ساختمانی نداره. ببینید بچه‌ها ما انواع و اقسام فولاد رو داریم، ولی یه سری تعداد محدودی از اون فولادها کاربرد ساختمانی داره، چون ما انواع صنایع رو داریم، صنایع کشتی سازی رو داریم، صنایع خودروسازی رو داریم، صنایع هوافضا رو داریم، انواع صنایع رو داریم که در تمام اینها انواع فولاد به کار برده میشه. یعنی تو خود اتومبیل شاید بالای مثلا من الان دقیق نمیدونم یه عددی میدارم میگم، شاید 2300 نوع فولاد به کار برده میشه داخل موتور، یه نوع فولاد داخل چه میدونم قسمت دیگه، یه نوع فولاد در سپ چه میدونم در بدنه اگر فولاد باشه یه نوع فولاد دیگه است. پس در اتومبیل ما انواع و اقسام فولادها رو داریم که استفاده میشه، که این ساخت فولادها بچه‌ها کلاً در رشته‌ای به اسم متالورژی بررسی میشه. اصلا کسی که رشتهش متالورژیه مثلا کارش همینه که میخواد بگی که انواع متال فلزاتی که داریم به چه نسبت‌هایی ترکیب بشه که هر کدوم از اون فلزاتی که ترکیب میشه دو آلیاژ چه تأثیری در خصوصیات مکانیکی اون داره و ما در هر جایی مثلا داخل دل موتور ممکنه از یک فولادی استفاده کنیم که مثلا نسبت به گرما خیلی مقاوم باشه، نسبت به چه میدونم بحث خوردگی اینا ممکنه خیلی مقاوم باشه. خب اینا باعثی از یه سری آلیاژ های استفاده بشه که ممکنه فلزات گران قیمت تری توش تو آلیاژ ترکیب بشه. اون فولاد اصلا کلا یه فولاد ممکنه خود اون فولاد مثلا استنسیل استیل باشه، چه میدونم فولاد خیلی با مقاومت بالا و گران قیمت تری باشه. ولی تو کاربردهای ساختمانی ما دو سه دسته بیشتر استفاده نمیشه. اون چیزی که معمولا استفاده میشه، البته خود این کربن هم وقتی که استفاده میشه خودش سه دسته است. فولاد با کربن کم هستش، فولاد با کربن ملایم هستش و فولاد با کربن زیاد هستش. اون فولادی که با کربن ملایم هستش
میتونه کاربرد ساختمانی داشته باشه. پس ما این مقدار کربونی که استفاده میکنیم خودش رنج داره، یعنی خودش رنجش رو که تغییر میدیم، انواع فولادها هم ساخته میشه. فولاد معمولا با درصد ملایمی، مثلا در حد فرض کنید 0.3% مثلا تا حد 0.3% این کربن با فولاد ملایم هستش که میتونه کاربرد ساختمانی داشته باشه. نوع دوم فولادی که ممکنه کاربرد ساختمانی داشته باشه اصطلاحا بهش میگن فولاد کم آلیاژ. فولاد کم آلیاژ که از کربن و یه مقداری در واقع فلزات دیگه بهش اضافه شده، که معمولا این چیزایی که دیگه که بهش اضافه شده کمتر از 5% وزن کل فولاد هستش، یعنی 95% آهن هستش، 5% هم کربن این فلزات هستش، که این فلزات باعث افزایش مقاومت و داکتیلیتی و این مقاومت اون میشه، ولی ممکنه باعث کاهش داکتیلیتی اون بشه. این نوع در واقع فولاد کم آلیاژ معمولا مقاومتی بیشتر از فولادهای کربونی دارن، و معمولا همین فولاد کربونی رو، یعنی همین فولاد نوع اول رو میارن داخل کوره و این فلزات دیگر رو بهش اضافه میکنن، باعث افزایش در واقع و بهبود خصوصیات مکانیکی فولاد میشن. این فولاد نوع دوم معمولا مقاومتی بالاتر از نوع فولاد نوع اول داره. اما فولاد نوع سوم که بهش میگن های الوی، یعنی با در واقع آلیا، در واقع با مقدار آلیاژ زیاد هستش، یا فولاد ویژه هستش. این فولادهای ویژه در واقع فولادی هستش که فولاد نوع دوم رو دوباره در کوره بازپخت مجدد میکنن، آبدیده میکنن، و فولادی که اینجوری به دست میاد فولادی هستش که به شدت مقاومتش نسبت به فولادهای عادی بالاتر هستش، به شدت مقاومتش در برابر خوردگی اینها افزایش پیدا کرده. فولادهای شاید دیده باش فولاد استنسیل استیل هستش، یا پیچهای پرمقاومت رو معمولا از این میسازن دیگه. فولادهای عادی تیر یا ستون اینها رو از این نوع فولاد در واقع با آلیاژ بالا و بازپخت شده از اینا استفاده نمی کنن. دیدید حالا توی فیلم ها مثلا شمشیر جمونگی یک فولادی رو چند بار بازپخت میکنن، چکش میزنن، آب دیده میکنن. این چکش زدن، آب دیده کردن، این باعث در واقع تغییر ساختار بلوری فولاد میشه و هی منظمترش میکنه تا یک حدی که خیلی خصوصیاتش در واقع خصوصیت مکانیکیش افزایش پیدا میکنه. خب این فولاد گران قیمتی هستش، کاربرد ساختمانی عادی نداره. فولاد با کربن ملایم معمولا هم فولادهای عادی هستش که ممکن بیشتر تو بازار هستش. فولادهای کم آلیاژ در بازار با عنوان فولادهای پرمقاومت شناخته میشه، که حالا اونایی که تو ایران رایج هستن من می نویسم خدمتتون که کدوم ها هستش که تو ایران. و این نوع سوم معمولا دیگه عرض کردم خدمتون توی تیرها و فولاد و ستون استفاده نمیشه، چون گرون قیمت هستش و ساختش مشکل هستش، ولی توی پیچهای پرمقاومت استفاده میشه. توی اتصالات ما از اینها میتونیم استفاده کنیم. خب خصوصیت مکانیکی که برای فولاد متصور هستیم، خصوصیت کلی که داریم، یکی ماجول الاستیسیته است. ماجول الاستیسیته یا ماجول یانگ در فولاد برابر با 2 ضرب در 10 توان 5 مگاپاسکال هستش، که حدوداً میشه 2.1 ضرب در 10 توان 6 کیلوگرم بر سانتی متر مربع. ضریب پوسون هستش. این ضریب ای رو در واقع شیب نمودار تنش کرنش هستش، که ما جلوتر دوباره خدمتون میگیم، ممکنه یادتون رفته باشه که این چی هستش، ما این رو خدمتون میگیم. فقط این رو بدونید که این مقدار ای
نشون دهنده سختی فولاد هستش. هر چی که مقدار ای بیشتر باشه فولاد سختتر هستش، یعنی مقاومت در برابر تغییر شکلش بیشتر میشه. مقدار ای 2 ضرب در 10 به توان 5 یا حالا 2.1 ضرب در 10 به توان 6 هستش. این رو بچه ها سعی کنید این خصوصیتی که نوشتم رو حفظ کنید، چون ما دیگه تقریبا از جلسه بعد همیشه دیگه این ای استفاده میکنیم، مخصوصا این ای خیلی مهم هستش. خواهش میکنم یه جایی یادداشت کنید که این یادتون باشه، از این خیلی استفاده خواهیم کرد. ضریب پوآسون رو داریم. ضریب پوآسون به نسبت کرنش عرضی به کرنش طولی رو بهش میگن ضریب پوآسون. ضریب پوآسون رو ببینید، ما اگر یک در واقع قطعه رو تحت کشش قرار بدیم، وقتی که تحت کشش قرار میگیره تبدیل میشه به این، یعنی عرضش کم میشه ولی از اون ور طولش زیاد میشه. به نسبت کرنش عرضی، یعنی این سمتی که میبینید داره کاهش پیدا میکنه، به کرنش طولی که داره زیاد میشه. پس این کاهش، این یکیش کاهش، یکی افزایش. همیشه این کرنش ها، کرنش جانبی به کرنش طولی، همیشه یکیشون کم میشه یکیشون زیاد میشه، یعنی یکیشون مثبت یکیشون منفیه. یه منفی دیگه اگر ضرب کنیم یه عدد مثبتی به دست میاد که بهش میگن نسبت پوآسون، که این نسبت پوآسون رو تو درس مقاومت مساله خوندید. نسبت کرنش عرضی به کرنش طولی رو یکی از خصوصیات مکانیکی مواد هستش که تو فولاد همیشه مقدارش رو 0.3 در نظر میگیریم، یعنی مقدار کرنش عرضی 30% کرنش طولی هستش. ببین یه آدم سی رو میکشی کشک میاد، این عرضش کم میشه. این مقدار کرنش عرضیش نسبت به طولیش همیشه تو فولاد 0.3، 30% کرنش طولی ما کرنش عرضی داریم، همیشه اینه. پس مقدار کرنش عرضی همیشه 30% کرنش طولی هستش. این هم یک پارامتر جالبی هستش که بهش میگن نسبت پوآسون، پوآسون ریشیو هستش. خب ماجول الاستیسیته برشی رو داریم. این ماجول الاستیسیته برشی در واقع پارامتر شبیه ماجول یانگ یا الاستیسیتی ماجول هستش که این در برش به کار برده میشه. مقدارش، فرمولی که داریم، فرمول که در مقاومت مساله داشتیم، رابطه ما بین جی ای و نو، رابطه ما بین جی ای و نو یه رابطه ای هستش که به این صورت هستش، جی مساوی است با ای بر روی 2 تا 1 به اضافه نو. این رابطه ای هستش که به صورت کلی در همه مواد صادق هستش. اگر نو 0.3 باشه تو فولاد، 1 به اضافه 0.3 میشه 1.3، 2 تا 1.3 میشه 2.6. پس مقدار جی در فولاد میشه مقدار ای بر روی 2.6، که اینم ما جلسات بعد استفاده خواهیم کرد. پس این رو بدونید که ماجول الاستیسیته برشی میشه چقدر، میشه جی، میشه ای بر روی 2.6. خب این 3 تا خصوصیات مکانیکی فولاد بود که بایستی بلد باشیم و حفظتون باشه بچه ها این 3 تا، چون سراسر این درس دیگه ما فولاد داریم، با مخصوصا اولی خیلی سر و کار داریم، خیلی استفاده میکنیم. خواهش میکنم لطفاً بچه ها این رو یه گوشه یادداشت بفرمایید که ازش زیاد استفاده میکنیم. خب اما ما در کشورمون ایران از در کاربردهای ساختمانی از 2 نوع فولاد استفاده میکنیم. یک فولاد ST37 و ST52. ST37 ST52. خب ST37 رو اصطلاحا بهش میگم فولاد نرمه، فولاد نرمه. به این فولاد ST52 میگم فولاد پرمقاومت. این فولاد نرمه از فولاد کربونی با کربن ملایم تشکیل شده و فولاد ST52 از فولاد کمالیاژ استفاده شده. دیدید 3 دست فولاد خدمتون گفتم که کاربرد ساختمانی دارن: فولاد کربونی، فولاد کمالیاژ و فولاد پرالیاژ. حالا این فولاد کمالیاژ هم فولاد کربونی هستش که بازپخت شده و یه مقدار در واقع آلیاژ هم بهش اضافه شده. این فولاد ST52 فولاد پرمقاومت هستش. یه پارامتری داریم به اسم تنش تسلیم که حالا این تنش تسلیم رو معمولا توی مقاومت مساله میگن، ولی خب ممکنه شما یادتون رفته باشه، من حالا جلوتر میگم تو چند اسلاید بعدی بهتون میگم که این تنش تسلیم
چیه تنش نهایی چیه. تنش تسلیم به صورت ساده ای بچه ها تنشی هستش که بعد از اون فولاد دچار از حد الاستیک خارج میشه، از حد الاستیک خارج میشه. پس این مینیموم ماکسیموم تنش در محدوده الاستیک هستش. تو فولاد C37 مقدارش 2400 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است و توی C52 3600 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. این معنیش چیه بچه ها؟ یعنی فولاد عادی، چون اکثر فولادی که ما استفاده میکنیم اون چیزی که تو بازار هست بچه ها همین فولاد C37ه. تقریبا اون چیزی که تو آهن فروشی ها میبینی بچه همهشون یه فولاد بالایی هستش، ولی این فولاد پایینی معمولا سفارشی هستش. یعنی بایستی بگی فرض کنید مثلا شما یه ساختمون 10 طبقه ای دارید، میخواید از این فولاد استفاده کنید، حالا معمولا یه باری هستش میرید به مثلا به خود کارخونه ذوب آهن سفارش میدید، میگی که من این مقدار فولاد میخوام که براتون حالا میدم. حالا معمولا با حجم کم ممکنه قبول نکنه، ولی خب ممکن حالا تو بازارم بتونید پیدا کنید، ولی معمولا C52 فولادی هستش که سفارشی زده میشه، ولی C37 خیلی زیاد هستش. خب حد اکثر تنشی که فولاد میتونه تحمل کنه رو بهش میگن تنش نهایی FAU. ببینید C37 3700، C52 5200. پس نتیجه میگیره بچه این C37 و 52 از تنش نهایی اونها برگرفته شده، اینم FAU هستش نوشتم FAU. پس این C37 به معنای اینه که تنش نهایی یعنی حتی اکثر تنشی که کلن میتونه تحمل کنه چقدره؟ 3700 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. و C52 چقدره؟ 5200 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. پس این دوتا عددی که اینجاست اشاره به تنش نهایی داره و این 3700 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است به معنای اینه که یه سانت مربع، ببین الان این شکلی که این مستطیلی که کشیدم، این مربعی که کشیدم، حالا تو مانیتور من حدود یه سانت مربع است، حالا ممکنه تو گوشی شما خیلی کوچیک‌تر باشه، ولی دوستانی که لپتاپ هستن تقریبا من یه سانتی متر مربع ترسیم کردم. این سانتی متر مربع در فولاد C37 بچه ها 3.7 تن میتونه حد اکثر نیرو تحمل کنه. خب ببینید نیروی زیاده، 3.7 تن یه سانتش تحمل میکنه، یه سانت فولاد 3.7 تن میتونه نیرو تحمل کنه. فولاد پر مقاومت چقدر میتونه تحمل کنه؟ 5.2 تن میتونه یه سانتی، همش اینقدر، اینقدر از فولاد میتونه 5.2 تن نیرو تحمل کنه. اما مورد بعدی که خدمتون خواهیم گفت یک آزمایشی هستش به اسم Direct Tension Test، آزمایش کشش مستقیم. توی آزمایش کشش مستقیم یک نمونه فولادی یک نمونه اینجوری هستش که یه قسمت در واقع یه شکل دنبلی شکل از فولاد رو میارن، یعنی یه قسمتی که از این طرف در واقع پهنای بیشتری داره، این قسمتی که پهنای کمی داره و این قسمت پهنای باز بیشتری داره. یک قسمت دنبلی شکل فولاد رو میارن، حالا ممکنه این یه ورق باشه، حالا ممکنه شکلش دایره‌ای باشه، شکل نمونه های مختلفی داره و در این آزمایش این نمونه فولادی که اینجا قرار گرفته تحت اثر در واقع دو تا فک این دستگاه قرار میگیره. یک دستگاهی هستش که این دستگاه در واقع این نمونه، حالا این نمونه‌ای که اینجا میبینید یه نمونه در واقع استوانه‌ای شکل هستش، اینجا در واقع نمونه پیچ شده، اینجا پیچ شده. حالا نمونه میتونه انواع مختلفی داشته باشه، در واقع این اسپسیمنت که نوشتیم نمونه است. این فک میاد در واقع تحت کششش قرار میده و این کشش ما در واقع این کشش رو هی افزایش میدیم تا موقعی که دچار شکست میشه. خب این یه دستگاه قدیمی هستش که به صورت مکانیکی داره کار میکنه، یعنی در واقع یه فکی که داره در واقع با چرخش فک میاد این رو در واقع تحت اثر کشش قرار میده. این دستگاهی که این ور میبینید یه دستگاه دیجیتال هستش که یه نمونه، این نمونه‌ای که اینجا هستش یه نمونه نازک هستش که شبیه یه ورق هستش، این فک که داره یه ورق رو گرفته و این بارگذاری روش انجام میده نمونه دیجیتال، و نموداری که خارج میشه رو
این دستگاه نشون داده که این نمودار تنش کرنشی هستش که اینجا در قسمت توی این مانیتور پایین سمت راست میتونید ملاحظه بفرمایید. یک نموداری از این در واقع آزمایش به دست میاد که بهش میگن نمودار تنش کرنش. نمودار تنش کرنش، خب تعاریف تنش و کرنش رو بچه ها در مقاومت مساله خوندید، ولی من برای یادآوری و مجدد شما در واقع تنش کرنش رو مجددا تعریف کردم. خب تنش، ما اگر یک میله داشته باشیم که تحت اثر کشش قرار میگیره، یه میله ای داریم با طول ال صفر با مساحت مقطع آ صفر، با مساحت مقطع آ صفر، این تحت اثر نیروی پی قرار بگیره و تغییر شکلی برابر با دلتا ال توی این ایجاد بشه، به مقدار نیرو تقسیم بر مساحت، نیرو تقسیم بر مساحت میگن تنش. ببینید نیرو تقسیم بر سطح، این مثل در واقع تعریف تنش هستش. حالا اگر این مساحت رو بچه ها وقتی که ما نیرو رو در واقع تحت اثر نیرو قرار که میدیم، در واقع تغییر شکلی توش ایجاد میشه، به مقدار تغییر شکل تقسیم بر طول اولیه هم میگن کرنش. این تعریفی بود که در مقاومت مساله داشتید برای تنش و کرنش. ما به این تنش و کرنش میگیم تنش و کرنش مهندسی، انجینیرینگ. الان این انجینیرینگ استرس تنش مهندسیه و به این کرنش هم میگن کرنش مهندسی. چرا؟ چون ما مهندس‌ها خیلی دوست داریم از این تعریف تنش و کرنش استفاده کنیم. چرا؟ چون نیرو رو تقسیم بر مساحت اولیه کردیم، تغییر شکل رو تقسیم بر طول اولیه کردیم. ولی یک تنش واقعی و یک کرنش واقعی رو داریم. تنش واقعی چیه بچه‌ها؟ وقتی که تحت اثر یه میله تحت اثر نیروی کششی قرار میگیره، این مساحت کوچیک میشه، یعنی مساحت تغییر میکنه، یعنی مساحت دیگه آ صفر نیست، میشه آ. یه مساحتی داره که بهش میگن مساحت فعلی. اگر ما تنش نیرو رو تقسیم بر مساحت واقعی بکنیم میشه چی؟ میشه تنش واقعی، ترو استرس. سیگما تی در واقع تنش واقعی هست، سیگمایی تنش مهندسی هستش، که اینها یه مقداری با هم دیگه فرق میکنه. یعنی اون چیزی که واقعی هستش، از چون سطحش کمتره تنشش بیشتره، از اون چیزی که مهندسی هستش مقدار واقعی بیشتره. پس مهندسی، تنش مهندسی یه مقدار کمتری میده، یه مقداری اینا با هم دیگه اختلاف دارن. و کرنش واقعی چجوری حساب میشه؟ در لحظه ای که ما، چون طول این میله هی داره افزایش پیدا میکنه، طول واقعی میله در یه لحظه ای اگر ال باشه، به تغییر شکلی که تو اون لحظه داره تقسیم برای طول واقعی الانش بهش میگن اینکریمنت کرنش، بهش میگن نموو کرنش. چون نموو کرنش نموو لحظه‌ایه، یعنی در واقع اون این ذره کرنش که الان داریم میشه اون ذره تغییر شکل به طول الان، در واقع میگن نموو کرنش. که این نموو کرنش باید انتگرال بگیریم تا کل کرنش واقعی به دست بیاد، دیگه مثل مهندسی نیستش که کرنش کل میشه تغییر شکل کل تقسیم بر طول کل. این واسه مربوط در واقع هر لحظه رو تیکه تیکه با هم به دست بیاری، با هم دیگه جمع کنیم تا کل کرنش واقعی به دست بیاد. خب این تنش و کرنش واقعی با هم دیگه ارتباط دارن. ما اگر از این رابطه اینکریمنت، یعنی نمو کرنش، که این رابطه‌ای است که اینجا هست، انتگرال بگیریم، خود کرنش واقعی به دست میاد. کرنش واقعی در واقع نمو کرنش، یعنی مقدار تغییر دی الی که داریم، مقدارش از صفر تا دلتا ال، یعنی طول در واقع دی الی که داریم، چون ما از طرفین اگر انتگرال بگیریم این کرنش واقعی به دست میاد، طول اولیش ال صفر، طول نهاییش ال صفر به اضافه دلتا ال. انتگرال دی ال به ال هم تبدیل میشه به ال ان، که حد بالا رو قرار بدی میشه ال صفر منهای دلتا ال، ال صفر به اضافه دلتا ال منهای ال ان ال صفر، که میدونید ال ان دو تا عبارت که از هم کم میشن تبدیل به تقسیم میشه، میشه ال ان ال صفر به اضافه ال ان ال ان ال صفر به اضافه دلتا ال تقسیم بر ال صفر، که ال صفر بر روی ال صفر میشه یک،
چیزی که اینجا نوشتیم دلتا ال بر روی ال صفر میشه کرنش مهندسی. کرنش مهندسی دلتا ال به طول اولیه کرنش مهندسیه. این رابطه ای که میبینید رابطه بین کرنش مهندسی و کرنش واقعی هستش، یعنی ما خیلی راحت میتونیم کرنش مهندسی رو به دست بریم، یعنی تغییر طول نهایی به طول اولیه به دست میاد. ال ان 1 به اضافه اپسیلون صفر اپسیلون ای مساوی با اپسیلون تی هستش، یعنی ما دیگه از این رابطه نمودی استفاده نمی کنیم، از این رابطه میتونیم کرنش واقعی رو به دست بیاریم. از طرف دیگه بخوایم رابطه بین تنش‌های واقعی و مهندسی به دست بیاریم، به این صورت هستش که بعد از تغییر حجم، بعد از تغییر شکل، این بعد از تغییر شکل حجم این ثابت میمونه، دلتا وی یعنی دی وی ثابته، یعنی بعد از تغییر شکل یه حجم داره، اون حجم اولیه‌اش هم یه مقدار اولیه‌ای داره، این حجمش قبل و بعد از تغییر شکل یکسان هستش، یعنی حجم الان تحت اثر بارگذاری میشه مساحت ضرب در طول، حجم اولیه میشه آصف بر روی آل، که این رو به این صورت اگر بنویسیم آصف به آ، آصف به آ مساوی است با ال به ال صفر، که ما میدونیم که تنش واقعی میشه پی تقسیم بر آ، این پی تقسیم بر آ رو یه آصف رو ضرب تقسیم کنیم میشه پی بر روی آصف، آصف بر روی آ، پی بر روی آصف همون چی هستش؟ همون تنش مهندسی هستش و آصف بر روی آ هم همون ال بر روی ال صفره، ال بر روی ال صفره، که ال طول نهایی رو میتونیم به صورت ال صفر به اضافه دلتا ال بنویسیم که ال صفر بر روی ال صفر مجدد میشه یک، دلتا ال بر روی ال صفر هم میشه کرنش مهندسی. این رابطه ای هم که اینجا میبینید رابطه ما بین تنش مهندسی و تنش واقعی هستش، یعنی ما اگر تنش و کرنش مهندسی رو داشته باشیم میتونیم کرنش واقعی و تنش واقعی رو به دست بیاریم. خب این تعریفی بود از تنش و کرنش، ممکنه اینها رو تنش کرنش، خب اینا رو که واقعا در مقاومت مساله بهتون میگن، حالا من این تنش و کرنش واقعی رو اینجا برای اولین بار خدمتتون گفتم که چی هستش و چه رابطه‌ای با اون چیزی که در مقاومت مساله شما خوندید با هم دیگه چه ارتباطی دارن، که این روابطی که ما بین تنش کرنش واقعی و مهندسی هستش داخل این دوتا کادر آبی ارائه شد. اما داشتیم آزمایش کشش مستقیم رو میگفتیم، توی آزمایش کشش مستقیم یک نمودار تنش کرنشی حاصل میشه که یک نمودار مهم هستش برای بحث فولاد ما. نموداری که حاصل میشه یک نمودار اینجوری هستش، این نمودار حالا من دو شاخه کشیدمش، یک شاخه آبی هستش کلن، یک شاخه نقطه چین هستش. این شاخه آبی مربوط به تنش کرنش های مهندسی هستش، انجینیرینگ استرس استرین کرو هستش، تنش کرنش مهندسی هستش، و این یکی تنش کرنش واقعی هستش، استرس استرین ترو استرس استرین کرو هستش. پس ما نمودار تنش کرنش واقعی رو داریم و نمودار تنش کرنش مهندسی رو داریم. پس من البته من اینجا فقط یه تنش کرنش مهندسی رو میگم که معمولا ما از این استفاده کنیم، واقعی مقدارش میبینید بیشتر هستش، البته تو قسمت اولیه این دوتا یکسانه، وقتی که تسلیم شروع میشه این دوتا از همدیگه منفک میشن. خب بریم سراغ توضیح این نموداری که از آزمایش کشش مستقیم حاصل میشه. این نمودار یک نمودار خیلی مهم هستش، اون پارامترهای فولاد رو ما داخل دل این داریم. خب ما فولاد وقتی که، یعنی همین نمونه ای رو که وقتی که تحت اثر کشش قرار میدیم، قسمت اولیه در واقع نیرو افزایش پیدا میکنه، نیرو هی داره افزایش، این محور قائم که تنشه نماینده نیروی بچه ها، این محور افقی که کرنشه نماینده تغییر شکله. ما توی آزمایش ابتدا به ساکن نیرو افزایش پیدا میکنه، افزایش پیدا میکنه، افزایش پیدا میکنه، فرض کن مثلا یه تن، دو تن، دو نیم تن، میره تا مثلا دو تن، سه تن، نیرو افزایش پیدا میکنه و از این ور تغییر شکل ها
خیلی کوچیکه. یعنی من الان این شکلی که اینجا کشیدم، این تغییر شکل رو به صورت اگزاجره کشیدم، به صورت قلوف شده کشیدم، یعنی زیاد کشیدم، بزرگ کشیدم، یعنی نمودار مقیاسش مناسب درست نیست، محور افقی رو حالا مقیاسش درست نیست. این قسمت اولی خیلی کوچیکه، مثلا فرض کنید در حد خیلی کوچیک، مثلا در حد ریز هستش. یعنی چی بچه ها؟ این قسمت اولیه ما مقدار نیروی زیادی وارد میکنیم ولی تغییر شکل ها کوچیک هستش. یعنی اگر من مقدار واقعی رو، نمودار واقعی رو میکشیدم، این قسمت اولیه باعث یه نموداری خیلی چسبیده به این محور قائم ترسیم میکردم. یعنی اینجوری مثلا این نموداری که اینجا تو این صفحه هست، این نموداری که تو این صفحه، این نمودار واقعیه. ببینید قسمت اول چه مقداری خیلی محدوده کوچیکی هستش. این ببین خیلی رفته بالا و یه تغییر شکل کوچیکه. این نموداری که میبینید مربوط به چندین سن و نمونه فولاده. این نمونه که میبینید یه نمونه، دو نمونه، سه نمونه فولاد هستش که اینجا میبینید. که میبینید این قسمت اولیه که این نمودار واقعی هستش خیلی تغییر شکل کوچیکه، ولی بازه نیرو وارد کنید. ببینید نیرو زیادی وارد شده، وارد شده، وارد شده، وارد شده، وارد شده، ولی فولاد آخ نگفته، اصلا به روی خودش نیاورده، اصلا هیچیش نشده، تغییر شکل خیلی کوچیکی داره. ولی یه دفعه فولاد شل میکنه، شل میکنه. البته بستگی به نوع فولاد داره. این مقداری که شل میشه رو من اینجا در واقع به صورت یک استپی به این صورت نشون دادیم. پس ما این محدوده رو که تغییر شکلها کوچیک هستش و نیروی زیادی میتونه تحمل کنه رو بهش میگن ناحیه الاستیک، الاستیک رنج هستش. این الاستیک رنج خصوصیاتش چی هستش؟ اولا بچه خطی هستش، یک نمودارش خطی هستش و تغییر شکل هاتون کوچیک هستش. یعنی این رو باستی در نظر بگیرید، خطی هستش، تغییر شکل ها کوچیک هستش، فقط این انتها یه مقداری غیر خطیه. من به خاطر جنبه آموزشی من این رو یه مقدار باز کردم، این مقدار غیر خطی رو در واقع یه مقدار بزرگتر کشیدم، ولی نمودار واقعی همون قبلی بود که دیدید. خب این ناحیه الاستیک در واقع محدوده ای هستش که قانون هوک برقرار هستش، ناحیه هستش که شما در مقاومت مساله خوندید، سیگما مساویه با، یعنی اون ماجول یانگ توی این محدوده در واقع به نسبت تنش به کرنش میگن ماجول یانگ، همون ای بود که گفتیم 2 ضرب در 10 به توان 5 مگاپاسکال میشه 200 گیگاپاسکال. این ای فولاده، این ای فولاد شیب نمودار تنش کردش رو بهش میگن ای، همون چیزی که گفتم حفظ کنید، ضریب الاستیسیته، ضریب الاستیسیته بچه‌ها شیب به شیب نمودار تنش کردش در ناحیه الاستیک میگن ماجول یانگ، ماجول یانگ یا ضریب الاستیسیته. خب این ماجول یانگ بچه‌ها، این ناحیه الاستیک وقتی که تا یه جایی الاستیک هستش بعد از اون تسلیم میشه، یعنی یک تغییر شکل پلاستیک ایجاد میشه، به اون تنشی که بعد از اون فولاد تسلیم میشه بهش میگن اف وای یا سیگما وای. اف وای واسه فولاد استی 37 گفتیم که 2400. پس تنش تسلیم حد اکثر تنش ناحیه الاستیک هستش. بعد از این ناحیه بچه ها که تغییر شکل کوچیک هستش، به اینجا که میرسه فولاد یه دفعه به خودش در واقع شل میکنه، تغییر شکل زیادی توش ایجاد میشه. به این ناحیه که تقریبا مستقیم هستش، اصلا کلا به این ناحیه به بعد کلا میگن این الاستیک رنج، ناحیه غیر الاستیکی. کلا ببینید ما دو ناحیه کلی داریم، ناحیه الاستیک رو داریم فولاد آسیب ندیده، ناحیه غیر الاستیک رو داریم که فولاد آسیب میبینه، ناحیه آسیب دیده. کلا این ناحیه ناحیه آسیب دیده است، این ناحیه که خود این ناحیه که آسیب میبینه خودش تبدیل به سه تا رنج میشه، سه تا ناحیه میشه. یک ناحیه پلاستیک هستش، پلاستیک رنج هستش که تقریبا این تو فولادهای نرمه میتونیم بگیم یک این وجود داره، ولی فولاد با مقاومت متوسط و زیاد ممکنه این وجود نداشته باشه. پلاستیک رنج رو داریم، یک محدوده ای هستش که تقریبا با ارتفاعی ثابت این شل میشه و تغییر شکل زیادی توی فولاد ایجاد میشه. مثلا این ناحیه ممکنه 10 برابر این ناحیه اولی باشه. این ناحیه اولی کوچیکه،
این 10 برابرش هم باز مثلا میبینید باز خیلی زیاد نیست. پس اینجا پس فولاد شل میکنه، تغییر شکل زیادی توش ایجاد میشه که بهش میگن پلاستیک رنج. ولی بعد از اینکه شل شد، تغییر شکل زیادی یه دفعه ایجاد شد، بعدش فولاد مجدد سفت میشه. یعنی چه سفت میشه؟ یعنی ما بایستی باز هم تنش اعمال کنیم تا این دچار تغییر شکل بشه. ولی تو این ناحیه دیگه شیبش کمه، یعنی ضریب الاستیسیته ای که اینجا داریم بهش میگیم ضریب الاستیسیته یانگ، ضریب الاستیسیته ای که اینجا داریم یعنی شیب نمودار تنش کنشی که اینجا داریم دیگه بهش میگیم شیب در واقع لحظه ای. شیب اینجا یعنی ضریب الاستیسیته مماسی اصطلاحاً اینجا دیگه کم هستش، یعنی با تنش کمی تغییر شکل زیادی توی فولاد ایجاد میشه که این ضریب الاستیسیته ای که اینجا داریم که شروع سخت شوند اینجا دیگه دیدید که مجدد داره سخت میشه. به این ناحیه کلا بهش میگن ناحیه کرنش سخت شوندگی، چون فولاد مجدد سخت میشه، باعث تنش افزایش پیدا کنه، تغییر شکل ها زیاد میشه. شیب این نمودار حدود 1/3 تقریبا شیب اولیه است. کرنشی که شروع اینجاست حدود 5 تا 15 برابر این کرنش تسلیم هستش، یعنی این کرنش تسلیم رو فرض 1 باشه، این ناحیه بین 5 تا 15 برابر این ناحیه است. در واقع این داره شروعش رو میگه، یعنی همون ناحیه پلاستیک رو داره میگه. و بعد از اینکه در واقع مجدد سخت شد، ناحیه کرنش سخت شوندگی استرین هاردنینگ رنج رو داریم، در یه نقطه ما دیگه ماکسیمم تنشی که فولاد میتونه تحمل کنه رو بهش میرسید، میشه FAU Ultimate Strength. این Ultimate Strength حد اکثر تنشی هستش که فولاد میتونه تحمل کنه. واسه ST37 فولاد نرمه عادی مقدارش برابره با 3700، واسه ST52 مقدارش 5200 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع هستش، که بعد از این نقطه دیگه میفته تو سرازیری شکست. به این ناحیه که میفته تو سرازیری شکست رو اصطلاحا بهش میگن سافتنینگ، نرم شوندگی، یا بهش میگن ناحیه در واقع نکینگ. نکینگ یعنی کلمه نک یعنی گردن، نکینگ به معنای باریک شدگی. اینجا باریک شدگی تو این آزمایش ببینید بچه تو لحظه شکست ببینید باریک شدگی میشه، این باریک شدگی توش ایجاد میشه و بعد دچار شکست میشه. به این میگن بچه ها پس ناحیه نکینگ، که اون لحظه قبل از شکست هستش و اون انتقام فیلیر هستش که دچار شکست شده. پس ما دو تا پارامتر مهم داشتیم در تنش ها، یکی تنش تسلیمه، تنش تسلیم که حد اکثر تنش مربوط به ناحیه الاستیکه، تنش نهایی حد اکثر تنشیه که فولاد میتونه تحمل کنه، ضریب الاستیسیته شیب نمودار تنش کرنش در ناحیه الاستیک هستش. دو تا رنج داریم، رنج الاستیک و رنج غیر الاستیک. رنج غیر الاستیک خودش 3 تا ناحیه است، ناحیه پلاستیک، ناحیه سخت شوندگی مجدد و ناحیه نرم شوندگی هستش. خب این نمودار تنش کرنشی هستش که از آزمایش به دست میاد، یعنی FY, FAU و E از آزمایش به دست میاد. به صورت کلی بچه ها این 3 تا نموداری که کشیدن دیگه اینا نمودار واقعی هستش. ببینید نمودار مربوط به ناحیه الاستیک بچه ها خیلی کوچیک هستش، ببینید این ناحیه الاستیک خیلی کوچیک هستش که به این صورت هستش. من اینجا نمودار 3 تا فولاد رو آوردم، مربوط به 3 تا فولاد هستش، فولاد پایینی، فولاد نرمه هستش، فولاد در واقع با مقاومت بالا ولی با آلیاژ کم هستش، و این یکی فولاد پرمقاومت با آلیاژ بالا هستش که در واقع 3 نوع فولادی هستش که اینجا نشون دادیم. به صورت کلی ما وقتی که تنش زیاد میشه، کلن افزایش تنشی که تعامل میکنه رو بهش میگیم مقاومت، و وقتی که تغییر شکل ها زیاد میشه بهش میگیم شکل پذیری زیاد شده. پس FAU کلن و چهار یه جورای FAU تنش نهایی نماینده مقاومت. فولاد ها که پرمقاومت میشن در واقع FAU شون افزایش پیدا میکنه، و از طرفی وقتی که مقاومت افزایش پیدا میکنه میبینید که تغییر شکلاش کوچیک شده، چون تغییر شکلی که میتونه تحمل کنه کوچیک شده، در اصطلاح کاهش شکل پذیری رو داره. یعنی به ترتیب که فولادها مقاومتشون میره بالا، از اون ور
شکل پذیریشون کاهش پیدا میکنه. تعریف شکل پذیری به صورت کلی برابر با نسبت کرنش نهایی به کرنش حد تسلیم که میبینید مثلا فولاد پرمقاومت این کرنش در واقع نهاییشون کمه، شکل پذیریش هم کمتره. مقدار مو کمتر، مقدار مو یکه وقتی که این دوتا به هم دیگه بچسبن، مثلا در چدن اینا به هم دیگه چسبیدن، مثلا در چدن و مثلا نمودارش اینجوریه که میره بالا بعد سریع دچار شکست میشه، یعنی نمودار ادامه این میره بالا، مثلا اف در واقع یوش با اف وایش نزدیک هم هستش، یا یعنی کرنش یوش در واقع کرنش نهاییش به کرنش تسلیمش خیلی نزدیک به هم هستن، یعنی یک نزدیک یک هستش. وقتی که نزدیک یک باشه به معنای اینه که این فولاد ترده، مثل چودن اینجا نوشتیم، و هرچی این مو خیلی بیشتر باشه فولاد شکل‌پذیرتر هستش، مثل فولاد نرمه که بیشتر مقدار رو در واقع فولاد نرمه داره. به مساحت زیر نمودار تنش کرنش بچه ها میگن انرژی جذب شده یا تافنس، یا در واقع طاقت فولاد. تافنس به معنی طاقته. هرچی که این مساحت بیشتر باشه طاقت فولاد بیشتره. به چه معنا؟ به معنای اینه که ببینید کلن این نمودار به معنای انرژی جذب شده است. هرچی این نمودار بزرگتر باشه به معنای اینه که هم شکل پذیریش بیشتر، هم مقاومتش. یعنی دو تا پارامتر توی پارامتر تافنس هستش، تو پارامتر طاقت هستش. طاقت مساحت زیر نمودار تنش کرنش. پس هرچی تافنس فولاد بیشتر باشه به معنای اینه که میتونه انرژی بیشتری رو مستهلک کنه. یعنی توی زلزله ما بایستی از فولادی استفاده کنیم که نمودار تنش کرنشش به اندازه کافی مساحتش بزرگ باشه. خب که اینجا هم البته به مساحت زیر نمودار قسمت الاستیک بهش میگن رزیلینس. رزیلینس باز هم کلمه هستش یه جورای شبیه مقاومت هستش. این هم تو حالت الاستیک حالا خیلی مهم نیست. مساحت این قسمت البته دیگه مشخصه، میشه یک دوم تنش تسلیم یا هم اف وای ضرب در ای وای. خود ای وای هم میشه اف وای بر روی ای. مثلا این یو آر، یو رزیلینس میشه یک دوم اف وای. اف وای به ای هم که همون اپسیلون وای هستش میشه اف وای بر روی دو ای. یو آر هم در واقع مقدارش معلوم هستش. یو آر برای استی 37 1.37 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است، و یو آر در استی 52 برابر با 3.26 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. خب این در حالت الاستیک هستش. تو حالت الاستیک هم هرچی فولاد پر مقاومت تر باشه این مقدارش بیشتر هستش. خب بریم سراغ اثر افزایش دما بر روی انواع فولاد. همونجوری که خدمتون عرض کردم فولاد در برابر آتش سوزی حساس هستش، یعنی ضعیف هستش، و یکی از مشکلات فولاد هم در واقع اثرات دما بر روی فولاد هستش. در این استاید من اثرات فولاد رو در واقع اثرات دما بر روی فولاد رو نشون دادم. محور قائم بچه ها مقدار تنش تسلیم فولاد هستش، اف وای تی هستش، یعنی در لحظه‌ای که دما داره افزایش پیدا میکنه، چون محور افقی دما که افزایش پیدا میکنه مقدار اف وای تی، یعنی اف وایی که تابع زمان تابع دما هستش، کاهش پیدا میکنه به اف وای اولیه که بهش میگن استرنگ فاکتور، و یک فاکتور مقاومت هستش. پس ببینید میخوایم ببینیم این جایی که ببینید دمای عادی، وقتی که دما عادیه این نسبت یک، یعنی چی؟ یعنی اف وای الان توی دمای عادی به اف وای اولیه مقدارش که اف وای اولیه هم باز تو دمای عادی دیگه، تو دمای عادی این نسبتشون یک، یعنی چی؟ یعنی تو دمای عادی ما اف وایمون 100% مقدارش 100%، ولی دما که افزایش پیدا میکنه بچه‌ها چی میشه؟ مقاومت، یعنی اف وایش کاهش پیدا میکنه. مثلا در 800 درجه چه اتفاقی میفته؟ تنش تسلیم 80% افت میکنه. یعنی در دمای 800 درجه بچه ها تنش تسلیم فولاد میشه 20%،
20% 8 می تبدیل به چوب میشه، تبدیل به نه چوب که نه، تبدیل به بتون میشه. در واقع چون مساحتش هم مقطعش هم کمه، یه جورایی دیگه آب میشه، داغون میشه. و بایستی دقت بفرمایید بچه ها، در یک آتش سوزی گسترده دما به راحتی 800 درجه که هیچی، میره روی رنج 1200 درجه. یعنی به راحتی 1200 1400-1500 درجه خیلی راحت در یک آتش سوزی گسترده ما دمای خیلی راحت فراتر از 1000 درجه خواهیم داشت، که نشون میده فولاد به شدت در برابر آتش سوزی ضعیف هستش و تنش تسلیم اون در دمای 800 درجه 80% افت میکنه. البته یه نکته ای هم هست که فولادهای پرمقاومت، یه نکته جالبی هستش که این یه آزمایشی هستش که سال 2013 انجام شده، فولادهای پرمقاومت رو دیدن که در رنج 150 تا 500 درجه به جای اینکه مقاومتش کم بشه زیاد هم شده. این یه نکته جالبی هستش که رفتار میبینید که رفتار فولاد پیچیده است. بقیه فولادها افزایش دما کلا باعث کاهش مقاومتشون شده، ولی این فولاد سیاه، فولاد پرمقاومت، های استرنگز، فولاد Q460 که یه فولاد چینی هستش. کلا این مقاله‌ای هم که من این شکل رو ازش آوردم یه مقاله چینی بوده که حالا این گزارشی که کرده گفته که در دمای ما بین 150 تا 500 درجه دیدم که فولاد پرمقاومت افزایش مقاومت هم داشته، یعنی حدود 10-15% افوایش هم افزایش پیدا کرد. خب الان از این استثنا که بگذریم، دیدیم که تقریبا همه فولادها در دمای 800 درجه به یه نقطه حدودا رسیدن و حدود 80% مقاومتشون کاهش پیدا کرد. خب این افزایش دما بود. اثر افزایش دما خیلی روی فولاد خیلی بد هستش. مورد بعدی اثرات کاهش دما هستش. افزایش دما باعث میشه که فولاد، دیدید که به شدت ضعیف هستش، ولی کاهش دما چی؟ کاهش دما هم باعث ترد شدن فولاد میشه. کاهش دما باعث ترد شدن فولاد میشه. فولاد در یک دمایی، بچه ها این نمودار رو ببینید، این نمودار انرژی جذب شده در اثر ضربه هستش. فولاد در یک دمایی از یک دمای پایین تر ترد میشه، یعنی وقتی که ضربه بهش میزنی میشکنه، ولی از یه دمای به بعد دیگه نمیشکنه، یعنی مقدار انرژی که جذب میکنه زیاد هستش. به این دما بهش میگن ductile to brittle transition temperature، دمای انتقال از حالت ترد به شکل پذیر. دمای انتقال از حالت ترد به شکل پذیر که اصطلاحا بهش میگن DBTT ductile to brittle transition temperature، که این دمای انتقال از حالت ترد به حالت ترد به حالت شکل پذیر، این اگر خیلی دماش در واقع مثلا در دمای خیلی پایین اتفاق نیفته و فولادمون در یک دمای ترد بشه، مثلا در زمستون ممکنه فولاد ما خب دمای پایینی رو تجربه میکنه، اگر در یک دمای پایین مثلا زمستان اگر زلزله بیاد، خب ضربه به در واقع این ساز وارد بشه، نیرو وارد میشه، این نیرو اگر ما این رو در لحاظ نکرده باشیم ممکنه اون فولاد خیلی به صورت تردی بشکنه. ترد هم بشکنه معنیش اینه که اولین حرکت زلزله میاد، به جای اینکه این تغییر شکل بده این میشکنه، که این خیلی بده. فولاد ما بایستی برها روش آزمایش انجام بشه که در دمایی که سرد هست به اندازه کافی بتونه انرژی رو جذب کنه. آزمایشی که انجام میشه برای اینکه تست کنیم آیا فولاد ما به اندازه کافی در دمای پایین میتونه انرژی جذب کنه رو بهش میگن آزمایش آیزود ایمپکت تست. این آیزود ایمپکت تست چیه؟ یه دستگاه اینجوری هستش. این دستگاهی که میبینید حالا این آیزود هستش که حالا تو دانشگاه در واقعی که از دانشگاه انگلستان هستش، یه دستگاه قدیمی هستش که یک چکشی اینجا هستش، یه در واقع به صورت اهرمی
این چکش میاد بالا و یه نمونه فولادی این قسمت پایینش، این قسمت پایینش نمونه فولادی قرار میگیره، این چکش میاد بالا و بهش ضربه میزنه. این نمونه فولادی که این پایین قرار میدیم نمونه ای هستش که سرد شده، یعنی نمونه ای هستش که در دمای مثلا منفی 20 درجه، منفی 30 درجه، در دماهای مختلفی ممکنه قرار داده باشه نمونه فولادی. این ضربه میزنه. اگر این نمونه در واقع خیلی انرژی جذب کنه بعد از اینکه ضربه میزنه، بعد از ضربه این چکش زیاد نمیاد بالا، ولی اگر زیاد انرژی جذب نکنه این چکش بعد از ضربه خیلی میاد بالا، یعنی این چیز جذب نکرده. خب تو شکل بعدی من این رو نشون دادم. اینجا این قسمت پایین بچه یک نمونه فولادی قرار میگیره. نمونه فولادی یعنی یه نمونه کوچولو. نمونه کوچولو. خب این نمونه کوچولوی فولادی که سایزش 1 سانت در 1 سانت در 5 و نیم سانت، سایزش حالا 1 سانت در 1 سانت در 5 و نیم سانت، اگر چون این نمونه فولادی دو جور میتونه به دو صورت قرار میدن، یا به صورت تره‌ای قرار میگیرن، یعنی این نمونه کوچولوی فولادی رو داخل دل یک سوراخی قرار میدن و بهش ضربه میزنن، که این نمونه‌های قدیمی اینجوری بودن، نمونه آیبش میگفتن، نمونه آیزول، که این جالب نبود. چرا؟ چون ممکن بود ضربه بزنه و این قطع نشه. اینجا هم البته بچه ها یک در واقع شیاری هم هست، ناچی هم هست، شیاری هم داره. این شیاری هست، ضربه به این ور زده میشه، سعی میشه که این دوچار شکست بشه و خب این به صورت توری قرار میگیره. این رو در واقع نمونه قدیمی اینجوری بودن. نمونه های جدید به صورت تیر دو سر ساده هستش، یعنی یه ناچی، یک شیاری در وسط قرار گرفته و اینجا از وسط به ضربه میزده میشه. طول این عضو 7.5 سانت، طول این یکی عضو 5 سانت بود، ولی طول این عضو 1 در 1 در 7.5 سانت، 2 سانت طولش بیشتر است، شیارش هم پشت به ضربه است، این شیارش رو به ضربه است، این شیار رو به ضربه است، ولی اینجا شیار پشت به ضربه است. ضربه میزده میشه، این بهش میگن نمونه شارپی. اینو بهش میگن نمونه شارپی. نمونه شارپی پس به صورت تیر دو سر ساده است، اینجا ضربه زده میشه. خب این دستگاه آیزود که میبینید یه وزنه‌ای داره، یک چکشی داره، هامری داره. این چکش داره یک ارتفاعی در یک ارتفاع اچی، در یک ارتفاع اچی رها میشه، ضربه میزنه و در نهایت در یک ارتفاع اچ پریمی در واقع وای میسته. هر چی اچ به اچ پریم، یعنی نسبت اچ منهای اچ پریم بیشتر باشه، به معنای اینه که این انرژی بیشتری جذب کرده. به صورت ساده ای انرژی جذب شده برابر است با ام جی منهای اچ منهای اچ پریم. پس انرژی جذب شده رو خیلی راحت میتونیم حساب کنیم. ام جرم مربوط با این هامر، جرم چکش مثلا 20 کیلو 30 کیلو جرم اینه که حالا جرمش هرچی باشه مقدارش مشخصه، جی که شتاب زمین 9.81 در واقع متر بر منزول ثانیه است، اچ اولیه رو که رهاش میکنید دارید، بعد از ضربه اچ نهاییش رو هم دارید. به این صورت انرژی جذب شده در این نمونه فولاد به دست، این فولادی هستش که حالا سردش میکنه. خب مطابق مبحث ده مقررات در واقع مبحث ده مقررات ملی، طاقت نمونه شیار داده شده شارپی استاندارد، یعنی همون ورق، همون نمونه 1 در 1 در 7.5 سانت، ورقا و اجزای مقاطع فولادی گرم‌نورد شده در دمای منفی 20 درجه سانتیگراد واسه حداقل 27 ژول باشه. یعنی این نمونه‌ای که اینجاست، این نمونه‌ای که به صورت شارپی قرارش دادیم، در بایستی سردش کنیم در دمای منفی 20 درجه و تحت تست قرارش بدیم، تحت تست قرارش بدیم. اگر مقداری که به دست میاد از این 27 به بالا باشه اوکی هست، این فولاد رو میتونیم در کاربردهای ساختمانی به کار ببریم. و که حالا این فولادها معمولا بچه‌ها تست میشن، این نمونه رو مثلا توی کارخونه زوبان وقتی که تیرهای فولادی و هر سری تست که در واقع هر سری که در واقع تولید میشه، این تست ها رو انجام میدن و نمونه هایی که
در دمای منفی 20 درجه اینقدر انرژی جذب میکنن رو به عنوان کاربرد ساختمانی میدن. یعنی ما وقتی که میخوایم فولاد رو بخریم دیگه اینها رو تست نمیکنیم، این تست ها رو انجام میده معمولا اون کارخونه ذوب‌آهن، این تست ها رو انجام میده که اینجا مقدار حداقل رو برای انواع فولادها آورده. فولاد ST235، فولاد ST235 فولادی هستش که اف وایش 235 مگاپاسکاله، اف وایش. و حالا انواع مختلفی داره این انواع فولادها رو که گفته. اینجا حداقل طاقت رو آورده، در مقدار دما رو گفته، در دمای 20 و منفی 20 حداقل طاقت رو هم گفته که مثلا چند جول هستش. مثلا فولاد S355 K2 در دمای منفی 20 درجه وقتی که ضخامتش کمتر از 150 میلی متر باشه، ضخامت قطعه 15 سانتی خیلی زیاده، بایستی حداقل 40 جول باشه. خب اینا رو مقدار حداقل این آزمایش شارپی هستش که به این صورت داده که این آزمایش شارپی برای تست کردن فولاد هستش در دمای پایینه. یه نکته ای هم بگم که وقتی که مثلا فرض کن بچه کشتی مثل کشتی تایتانیک چرا دچار شکست شد، یکی از علل شکستش همین لحاظ نکردن این دمای دی بی تی تی بود. یعنی این که فولاد وقتی که سرد میشه ترد میشه، وقتی که اون کشتی در واقع قسمت های قطب شمال، نزدیک های قطب شمال در حال حرکت بود و فکر میکردن که یخی که اونجا تشکیل شده به این خیلی راحت میتونه بشکنه و عبور کنه، در اون دمای پایین فولاد چنان ترد شده بود که وقتی که فولاد به یخ خورد فولاد دچار شکست شد. مثلا در نظر بگیرید یک فولادی با ضخامت 20 سانت 30 سانت با این ضخامت، یک فولاد بسیار ضخامت عجیب و با ضخامت بسیار زیادی بوده، ولی به علت اینکه دچار سرمای شدید شده بود این وارد محدوده بریتین ترد شده بود و دچار شکست عمیق و غرق شدگی شده بود. خب ما به صورت کلی بچه ها مقاطع فولادی که در ساختمان به کار میبریم دو تیپ هستن، یا فولادهای گرم نورد شده هستن Hot Rolled Steel Section هستن یا Cold Formed Steel Section هستن، فولادهای گرم نورد شده و فولادهای سرد نورد شده. فولاد گرم نورد شده رو ببینید بچه ها، یه مقطع آی شکل یه پارچه هست که از کارخونه ذوب‌آهن همین جوری بهتون تحویلش میدن. یعنی از همون اول آی شکل یه پارچه است. مقطع مثلا باکس داریم، یه پارچه باکس، مقطع پایپ لوله‌ای رو داریم، لوله است، مقطع سپری، نبشی، اینها همه گرم نورد شده یک پارچه است. ولی مقطعی که ورق باشه و در دمای عادی، در دمای سرد با در واقع متال شیت، در واقع با ورق کاری بیایم اونو رو خم کنیم، اینو بهش میگیم مقطع سرد نورد شده. مقطع سرد نورد شده مقطعی هستش که ورقه، ولی این ورقه رو فرم بهش دادیم که به این فرم رسیده، در دمای عادی این رو در واقع بهش تغییر شکل دادیم که به این فرم در بیاد. اینو میگم مقطع سرد نورد شده که حالا در فولاد ساختمان های عادی ما بچه ها حالا سرد نورد شده خیلی استفاده نمی کنیم تو کاربرد سازه‌ای. تو کاربرد سازه‌ای فولاد سرد نورد شده استفاده نمی کنیم، ولی تو ساختمان عادی تمام فولادی که داریم از نوع فولاد گرم نورد شده است که حالا من تو اسلاید بعدی فرایندی که این رو تو کارخونه فولاد چجوری درست میکنن رو هم نشون دادن. تو ساختمان عادی این فولاد سرد نورد شده مثلا در این پروفیل های در و پنجره و اینایی که میبینید بچا همشون فولاد سرد نورد شده است. یعنی یه ورق نازک فرض کن 1 میل بوده یا 2 میل بوده، این ورق 1 میل 2 میل رو آوردن فرمدهی کردن شده این پروفیل های در و پنجره ای که اینایی که میبینید، اینا همشون فولاد سرد نورد شده است. ولی فولاد سرد نورد شده بچا کاربرد سازه ای هم دارند، یعنی همچین فولادی که ورقش فرمدهی میکنن در یک ساختمان های مثلا که سریع اتفاقا ساخته میشه با پیچ و مهره به هم دیگه وصل میشه، اصطلاحا ساختمان های صنعتی سازم هستن،
اینا هم کاربرد داره، با جوش هم نیست، خیلی هم خوبه. ساختمان های معمولا با ارتفاع کم و متوسط مثلا در حد 3-4 طبقه رو میشه با این فولاد سردنورد شده ساخت، که در شهر ما خودمون خیلی استفاده نمیشه، ولی تو ایران کم کم داره از اینها هم استفاده میشه. علت استفاده هم اینه که خیلی سریع میشه نصب کرد، استفاده کرد و ساختمون رو برپا کرد، نیاز به جوشکاری نداره و با پیچکاری خیلی سریع به همدیگه وصل میشه. اتصالات اینها خیلی راحت هستش، سبک هم هستن، خیلی راحت میشه اینها رو برپا کرد. ولی فکر عرض کردم خدمتون، فعلا مثلا در شهر خودمون از بساط سازه از این استفاده نمیشه، ولی بیشتر از فولاد استفاده میشه. هرچند داخل پرانتز هم بگم که در این چند سال اخیر، مخصوصا 3-4 سال اخیر، به علت اینکه فولاد گرون شده، به علت وجود این تحریم ها و گرون شدن فولاد، در واقع گرون شدن فولاد باعث شده که اکثر ساخت و ساز در نه تنها شهر ما، در کل ایران به سمت سازهای بتونی رفته. پس یکی از عللی که الان ما سازه فولادی کمتر استفاده میشه به خاطر اون معایبش نیست، چون معایب رو میشه تا حدودی برطرف کرد. علت این که الان جدیدن کمتر استفاده میشه، علتش گرون بودن فولاد هستش. ولی خب احتمالا من پیش بینی میکنم که کم کم اوضاع بهتر میشه و فولاد هم باز هم رونق پیدا میکنه. هرچند بتون بچه ها عمل کرده به نظر من بهتری داره واسه ایران. تو ایران علتش اینه که ما علاوه بر اون مشکلاتی که داریم، یه مشکل ایران اختصاصی داره. اون مشکل اختصاصی که تو ایران هست چیه؟ مشکل اختصاصی ایران ضعف جوشکاری هستش. ما در خارج از کشور کلن کسی که اون کار جوشکاری رو انجام میده اون تکنسین جوشکاره، یعنی کسی هستش که به اندازه کافی در واقع درس خونده در مورد جوش، در واقع بعد جوش رو میتونه بخونه، در واقع نقش خانی میتونه بکنه، جوش ها رو دقیق میتونه اجرا کنه. ولی تو کشور ما اینجوری نیست. میبینید طرف جوشکاری هستش، میره دو سه طبقه رو با خال جوش میزنه میره بالا، بعد یادش میره جوش کنه، این ساختمون همینجوری ساخته میشه. نگو این زلزله میاد سر همش هلوپی میاد پایین، چی شده؟ نگاه میکنن که تمام اتصالات مثلا یه طبقه همش خال جوش بوده، یادش رفته جوش بزنه، یا جوش آشغالی زده، جوشی زده آمپراژش بالا بوده، جوش لوچه شده، چه میدونم بود جوشش کم بوده، هزار تا داستان داره. چون جوشایی که میشه بچا واسه تست جوش بشه، تست جوش هم حالا دو سه صد داریم، بازرسی چشمی داره، یعنی یک نفر فرد به عنوان ناظر جوش که میاد باید به صورت چشمی بیاد چک کنه دیگه. حالا تستای غیر مخرب، تستای مخرب داریم، تستای پی تی داریم، تستای مختلفی داریم که اینها باید تست بشه جوش ها، که معمولا اینها انجام نمیشه. یعنی بازرسی جوش، ضعف جوشکاری داریم تو کشور ما، ضعف بازرسی جوش داریم که اینها باعث میشه که متاسفانه ساختمان فولادی مخصوصا در اتصالات ما ضعف داشته باشیم. یعنی شما هرچی تیر مقطع گردن کلوف باشه، ستون مقطع گردن کلوف باشه، ولی اتصالاتشون خوب نباشه به درد نمیخوره. به همین خاطر بچه ها البته سالهای اخیر دیگه بحثای بازرسی جوش بچه ها خیلی سفت و سخت‌تر شده، خیلی بهتر شده نسبت به قدیم. و البته بچه ها چی؟ اتصالات پیچ و مهره‌ای هم داره بیشتر میشه. اتصالات پیچ و مهره دیگه این مشکلات مربوطه به در واقع جوش رو نداره، چون جوش یه مقدار اون تکنسیانه باسی تکنسیان حرفه‌ای کارگر ماهرتر باشه، این کارگر ماهرتری نیاز داریم واسه جوش، تا اینکه کارگر که واسه اتصالات پیچ و مهره، اتصالات پیچ و مهره یه پیچ و مهره است واسه صفر بشه. خب بعد از اینکه صفر شد اگر پیچ تنیدگی احتیاج داشته باشه، واسه به تعداد مشخصی بعد از صفر شدن مثلا پیچ رو دو پیچ مثلا بپیچونید یا سه پیچ سه دور بپیچونید، این خیلی راحت تر هستش که اجراش کنید تا اینکه مثلا بخواید یه جوش اجرا بشه در طبقات بالا، بعد بیایید یه نفر اصلا اون طرفی که بازرس هست اصلا کاری نداره که طبقه سوم چی اجرا شده، همونجوری میگه ولش کن خوبه مثلا اوکی میز، اصلا بازرسی نداره اوکی میده. ولی برای پیچ و مهره ها
به نظرم یه جورایی این مشکلات جوش رو ندارن و اینای ساختمان جدیدی که میبینید و چا دیدید که دیگه فکر کنم دیده باشید که از این پیچ و مهره ها استفاده میشه. خب خود اون پیچ ها بایستی پیچ پرمقاومت باشه، یه مقدار این خود اون پیچ ها هم گرون هستن. خب دیگه ساختمان های جدید از این نوع اتصالات استفاده میکنن که عملکرد فوق العاده خوبی داره. البته خوب جوش هم اگه جوش درستی باشه اونم عملکردش عالی هستش، چون جوش جوری طراحی میشه معمولا، حالا بچه های ناپیوسته نمیخونن ولی بچه پیوسته اینا که میخونن، ما اتصالات رو جوری طراحی میکنیم که جوش هم از در واقع دوتا عضوی که هم بس میشن، جوش از دوتاشون قوی تره. یعنی ما انتظار داریم فرض کنیم یک تیر به ستونی وصل بشه، تیر خراب بشه، ستون خراب بشه ولی جوش خراب نشه. اینجوری در واقع اتصالات طراحی میشن. خب در مورد داشتم عرض میکردم که حالا تو ساختمون هایی که ما معمولا اجرا میکنیم از ورق های سرد نورد شده استفاده نمیشه و از ورق های گرم نورد شده استفاده میشه. این ورق های گرم نورد شده تو کارخونه ذوب‌آهن میان یک شمش در واقع فولاد رو که به صورت نیم مذاب هستش، این رو میان داخل یک سری در واقع رولرها، یک سری قلتک ها عبور میدن. این قلتک ها باعث فرمدهی به این شمش میشه. این پس در حالت دمای نزدیک به دمای مذاب این شمش ها رو بس فرمدهی میکنن که این مقطع به این شکل حاصل میشه. این مقطعی که به این شکل حاصل میشه چون یک پارچه است عملکرد خیلی عالی داره. مقطع هایی که داریم، ما انواع مقطع های گرم نورد شده داریم. تو این درس ما بچه ها ما مقاطع سرد نورد شده بررسی نمی کنیم. کلن درس فولاد، چه ساختمان های فولادی، چه ساختمان های فولاد، درس فولاد یک و دویی که بچه ها می خونن تو پیوسته، هر دوتاشون چیه بچه ها؟ هر دوتاشون از مقاطع گرم نورد شده استفاده می کنیم. مقاطع گرم نورد شده انواع مختلفی داره. مقاطع آی شکل رو داریم، مقاطع آی شکل رو با مثلت بال باریک داریم، بال باریک داریم و بال پهن داریم. بال پهن داریم. به این قسمت بچه ها میگن بال، به این قسمت میگن بال یا فلنج. اینجا نوشتم فلنج، فلنج یا بال. به این قسمت بالا و یا پایین، این هر تیر مقطع آی شکلی دو تا بال داره. و به این قسمت وسط میگن وب، این قسمت وسط این وب یا جان. پس به این قسمت وسط میگن جان یا وب، به این قسمت بالا میگن بال یا فلنج. پس ما در مقاطع آی شکل دو تا بال داریم و یه جان داریم. ما دو نوع مقطع آی شکل بال باریک داریم، چون بال باریک ها خودشون دو تیپ هستن، مقاطع آی ان پی هستش، مقاطع آی ان پی و مقاطع آی پی ای. مقاطع آی پی ای، مقاطع آی ان پی مقاطعی هستند که قسمت داخلی بالهای اونهاش شیب داره. یعنی این قسمتی که میبینید، این قسمت داخلی اینها، بال اینها شیب داره، ولی مقاطع آی پی این شیب رو نداره، این شیب رو نداره و ضخامت یکسانی داره. خب این چه فرقی با هم دیگه دارن؟ این مقاطع آی پی ای، آی ان پی که به این شکل هستن، مقاطع قدیمی هستن. از لحاظ مشخصات مقطع اتفاقا از لازم رفتار مکانیکی این رفتار خوب بهتری داره نسبت به آی پی ای. ولی چه مشکلی داره؟ مشکل اجرایی داره، مشکل اجرایی داره. چه مشکل اجرایی داره؟ مخصوصا وقتی که میخوایم تیرها رو تو دل یه تیر دیگه این در واقع اجرا کنیم، این قسمت داخلیش کلا وقتی که به قسمت داخلی میخوایم اتصالاتی چیزی وصل کنیم، به علت این شیب دار بودن این در واقع اذیت میکنه و خوب نمیتونیم این اتصالاتی رو که به سمت داخل هست رو اجرا کنیم. به همین خاطر آی ام پی دیگه یه جورایی دیگه منسوخ شده و استفاده نمیشه و مقاطعی که تو بازار هست تقریبا همشون از آی پی ای هستش. مثلا کارخونه ذوب‌آهن قدیمی اهواز بچا مقاطع آی ام پی تولید میکرد، ولی الان نمیدونم الان تولید بکنه یا نه، ولی مقاطع آی پی ای رو مثلا کارخونه ذوب‌آهن اصفهان تولید میکرده از قدیم که الان هم تولید میکنه. مقاطع آی پی ای تقریبا یا آی ان پی تقریبا ارتفاعشون که با اچ نشون میدیم دو برابر پهنای بال هست که با بی نشون میدیم. حالا یا
حالا ما در ادامه این رو بیشتر با دی نشون میدیم، حالا اینجا اچ نشون بدیم شما اشکال نداره، این رو با اچ نشون بدیم، این اچ تقریبا دو برابر با بی هستش. اسم مقاطع رو به این ارتفاع مقطع در واقع نامگذاری میکنم. شاید شنیده باشی بگن مثلا آهن 18، آهن 20. آهن 18 چه آهنی هستش؟ آهنی هستش، یعنی در واقع اصلا لفظ آهن هم اشتباه است، باید بگیم فولاد هست، مقطع فولادی درسته، مقطع فولادی. ولی اون چیزی که حالا تو آهن فروشی ها رایجه، اصلا کلمه آهن فروشی هم درست نیست، اینا فولاد فروشی هم در واقع. توی آهن فروشی ها در واقع وقتی که میگن یه آهن 18 بده، یعنی یه مقطع آی پی ای فولادی 18 بده، منظور اینه که یه مقطعی که ارتفاع اون 18 سانت هست رو به ما بده. تمام شاخه‌های آی پی ای و چه یا آی ان پی یا آی پی بی همشون 12 متری هستن، یعنی یه شاخه، همه شاخه 12 متری هستن. این شاخه 12 متری ارتفاع مقطعشون از 12 سانت داره، بهش میگن آی پی 12، آی پی 14، 16، 18. آی پی 18 که ارتفاع 16 سانت، تا آی پی 600 داره. معمولا تو بازار بچه‌ها تا آی پی این رنج مثلا بین آی پی 16 تا آی پی 30 معمولا تو بازار هست. حالا مقاطع آی پی 14 و 12 معمولا استفاده نمیشه، یعنی ما خیلی اصلا تولید هم نمیشه، استفاده هم نمیشه، کوچیک هستن. حالا قدیما را استفاده میکردم ولی دیگه از آهن 16 کمتر، حالا 14 هم ممکنه واسه تودلی توی سقف‌های کامبوزیت استفاده بشه ولی کاربرد هم داره، ولی به عنوان تیر اصلی کاربرد نداره مقطع 14. حالا مقطع 14 هم هست، مقطع 16، 18، 20، 22، 24. ببینید 24 بعد 24 میشه 27، 30، 33. اینها 30 تا 33 بچه اینا تو بازار زیاد معمولا پیدا میشه، ولی مقاطع بزرگتر 33، 40، 45، 50، 55 و مقطع 600 که ارتفاع 60 سانته، این معمولا حالا یا بازی سفارشی باشه یا معمولا نیست تو بازار یا اصلا تولید نمی کنن، چون اینا تولیدشون سخته. این آی پی 600 یه مقطع خیلی سنگین هستش، هم تولیدش سخته، حتی من دقیق نمیدونم که واقعا تو ایران تولید میشه آی پی 600 یا نه، چون کلا وقتی که ما در یک جای مثل پلی در یک جای احتیاج داشته باشیم که طول دهان زیاد باشه، ما معمولا هیچ جا ندیدیم که اصلا آی پی 40 یا 45 به بالا، من خودم ندیدم واقعیتش تا الان یک شاخه آهن مثلا 40 45 به بالا ندیدم، اصلا نمیدونم تولید میشه نمیشه. ما به جای اینکه از مقاطع با آهن بالا استفاده کنیم، راه حل چیه؟ راه حل اینه که از تیر ورق استفاده میکنیم، یعنی خود تیر رو میسازن تو کارگاه یا حالا توی کارخونه ماشین سازی، میان ورق با ارتفاع 60 سانت 70 سانت 1 متر هر چی میان درست میکنن، این ورق میذارن بعد دیگه جوش میکنن. راه حلی که داریم وقتی که ما مقطع در دسترس نیست، میایم مقطع رو میسازیم. مقاطع آی پی بی بچه، این مقاطع آی پی بالباریک ها کاربردشون تو تیرها هستش، ولی مقاطع بالپن کاربردشون معمولا تو ستون ها هستش. بالپن ها پهنای بالشون با پهنای در واقع ارتفاع کلش تقریبا یکسانه، یعنی یه شکل مربعی، شکل تقریبا البته هم اینجوری نیست، از مقاطع بالا تو مقاطع بالا نسبت اچش بیشتر نسبت به بی. این مقاطع آی پی بی از آی پی بی 12 داره، 14 داره، همش دو تا دو تا دو سانت دو سانت میره بالا، اینا که میبینی بر حسب میلیمتره، اینا بر حسب میلیمتر. از 12 تا 36 دو سانت دو سانت همه رو داره، یعنی 12، 14، 16، 18، 20، 22، 24، 26، 28، 30، 32، 34، 36 تا 36 همه رو داره، دو تا دو تاست. ولی تو آی پی همش دو تا دو تا نیست، ببین تا 22 24 بعد 24 میشه چند؟ میشه 27، 30 بعد 30، 33، 36، 40 بعد 40، 45، 50، 55، 60. این به این صورت مقاطع آی پی هستش. ولی آی پی بی تا 36 دوتا دوتا همه رو داره، بعد 36 میشه 40، از 40 تا 1000، 40، 45، 50، 55، 60، 65، 70، فکر کنم دیگه 70، 80، 90 و 1000. 1000 آی پی بی 1000
مقطعی هستش که ارتفاع اون خودش یه متره، یه مقطع گردن کلفت که ارتفاع یه متره، که گفتم من آی پی یه 40 هم ندیدم، یه آی پی بی اصلا ندیدم. خب اینا به علت اینی که متاسفانه فکر کنم تولید نمیشه، ساخت اینها هم چون عمقشون زیاده فکر کنم مشکل داریم تو این قسمت ها. یعنی این رولر هایی که میبینید، جنس رولر ها خودشون یک جنس خاص هستش که در واقع تو این دمای زیاد میاد در واقع به اینها فرمدهی میکنه، عمق فرمدهی که زیاد میشه فکر کنم تکنولوژیش یک تکنولوژی خاص باشه، شاید ایران نداشته باشه، من واقعا نمیدونم اینا. حالا بعد دوستانی که متالورژی هستن اینا رو بهتر میدونن، من در مورد ساخت اینها اطلاع ندارم. من فکر میکنم که اصلا کلا چون تولید نمیکنیم هم نیست تو بازار. خب مقطع اولی رو که خدمتون گفتم مقطع آی پی ای بود، مقطع آی ام پی بود و مقطع آی پی بی بود. مقطع بعدی مقطع ناودونی هستش. مقطع ناودونی هم دو نوع داریم، مقاطع یو ان پی داریم که این قسمت داخلشون شیبدار هستش، یه حالت دیگه هم داریم که بهش میگن آی یو پی ای. یو پی ای، این یو پی ای ها قسمت داخل شیبدار نیست، ولی معمولا یو پی ای ها شیبدار نیستن. این یو پی ای ها حالا کمتر استفاده میشه، برعکس مقاطع آی پی ای بیشتر استفاده میشد، یو پی ای ها کمتر استفاده میشه و بیشتر یو ان پی ها استفاده میشه. یو ان پی ها حالا کاربردشون معمولا اینه که ترکیبی استفاده میشه، مثلا دو تا یو ان پی فیس تو فیس، اینو بهش میگن دو تا یو ان پی اف اف یا فیس تو فیس، دو تا یو ان پی فیس تو فیس. معمولا مقطع بادبند ها رو تو کشور ما از دو تا یو ان پی استفاده میکنن، پس بادبند رو به این صورت استفاده میکنن، یا حالا دو تا یو ان پی بک تو بک هم ممکن استفاده بشه. این بک تو بک یعنی پشت به پشت، اینجا فیس تو فیس رو به روی هم هستن یا بک تو بک. پس میبینید دو تا مقطع ناودونی هستن که به این صورت استفاده میشه. پس این مقاطع یو یا مقاطع ناودونی میگن. تو مقاطع آمریکایی بچه‌ها این مقاطعی که ما داریم که مقاطع آی پی آی ان پی برگرفته شده از استاندارد اروپایی هستش، ما و بلخص از آینامه دین آلمان هستش، آینامه دین دی آی ان از آلمان بیشتر گرفته شده که البته به مقاطع اروپایی معروف هستن. این مقاطع آی پی آی ان پی آی پی بی اینا که میبینید دقیقا مقاطع اروپایی هستن. مقاطع اورو آمریکایی کلا به مقاطع آی شک میگن مقاطع دبلیو، مقاطع آمریکایی فرق میکنه، تو کشور ما اصلا مقاطع آمریکایی نیست، وجود نداره. مقاطع آمریکایی مقاطع دبلیو هستن که کلا دبلیو ها به کلا مقاطع آی شک میگن مقاطع دبلیو. مقاطع یو شک رو ما بهش میگیم یو شک، اروپایی ها میگن یو شک، این ناودونیا رو شکل یو. مقاطع آمریکایی به اینا میگن مقاطع سی شک، شکل سی باز هم سی، آمریکایی به اینا میگن مقاطع سی شک. مقاطع در واقع نبشی رو داریم یا الشک رو داریم، مقاطع سپری رو داریم که بهش میگن مقاطع تیشک. مقاطع نبشی سپری بیشتر بچه کاربردشون تو اتصالات، یعنی عضو تیر یا ستون، معمولا دیگه از اینا استفاده نمیشه مگه اینکه ترکیبی بشه، یعنی ما یه مقطع داشته باشیم، یه ورقی باشه، یه ورق اینجوری باشه، مثلا دو تا نبشی رو به بالاش جوش کنیم، دو تا نبشی به پایینش جوش بدیم، به عنوان یه مقطع فولادی ازش استفاده بشه. یه مقطع دیگه هم داریم، مقطع زد شکل هستش. این مقاطع زد شکل معمولا خیلی کاربردشون کمه، وقتی که استفاده بشه معمولا تو سطوح شیبدار استفاده میشه که علتش اینه که این مقاطع زد شکل پیچش داخلشون حداقل بشه. مقاطع باکس رو داریم، مقاطع پایپ یعنی مقاطع لوله‌ای رو داریم، مقاطع باکس رو هم داریم که اینها هم دیگه کمتر ازشون استفاده میشه. ولی که علت عدم استفاده از اینها اینه که ما آیین‌ناممون، ببینید مقاطعمون، مقاطع فولادیمون از آیین‌نامه آمریکا از اروپا هستش، ولی آیین‌ناممون آمریکاییه، یعنی روابط و فرمولایی که ما از جلسات بعد
خدمتتون میگیم تقریبا 90 درصدش برگرفته شده از آیین‌نامه آمریکاست. تو آیین‌نامه آمریکا بچه کلا از مقاطع باکس خوششون نمیاد. ما خیلی از مقاطع باکس نه تو تیرها نه تو ستونها تو آیین‌نامه آمریکا استفاده نمی‌کنیم، ولی جدیداً فهمیدیم که این مقاطع باکس اتفاقا رفتارشون خوبه. توی ژاپن خیلی ازشون استفاده میشه و آیین‌نامه ژاپنی تحقیقات فوق‌العاده زیادی روی اینا انجام داده و فهمیدیم که اینا خوب هستن. به همین خاطر حالا جدیداً مخصوصا وقتی که ستون نیست با مقاطع بالا میان با ورق درست میکنن، ورقهای باکس شکل، یعنی اینجوری شکلی که درست میکنن میان استفاده میکنن. آیین‌نامه جدید ایران یه فکر کنم از تحقیقاتی که تو ژاپن شده رو استفاده کردم و مقاطع باکس هم، البته باکسی که از ورق درست شده داخل ایران هم در حال استفاده هستش. مقاطع دیگه ای رو که داریم مقاطعی هستن که ما خودمون برش میزنیم، مقاطع اصطلاحاً لانه زنبوری هستش. این مقاطع لانه زنبوری با استفاده از حالا مثلا برش هوا این برش زده میشه و اینها رو به هم دیگه میچسبونن و جوش زده میشه. علت این کار اینه که ارتفاع این تیر رو ببرن بالا، ارتفاع تیر که بره بالا مومان اینرسی اون و مشخصات مکانیک در واقع مشخصات مقطع اون میره بالا و وقتی که مقطع ناودونی هستش مثلا یه مقطع آی پی 14 رو مثلا 1.5 برابرش میکنه، مثلا میشه نزدیک آی پی مثلا فرض کن 20 میشه که خیلی در واقع مشخصاتش اون میره بالاتر و خوبه و میشه ازش استفاده کرد. اینها مقاطع آمریکایی هستش، همون چیزی که گفتم مقاطع آیشه گروش میگه، مقاطع دبلیو، مقاطع بالپن رو، مقاطع بالپاریک رو بهش میگن، در واقع اونایی که به سمت داخل شیب دارن مثل یو ام پی آر رو بهش میگیم مقاطع اس شکل، مقاطع ال شکل رو که نفشی بودن رو بهش میگن، اینجا هم بهش میگن ال باز یا همون انگل، با مقاطع در واقع با سایز نام سایز ساب های نامساوی رو داریم، مقاطع سی شکل رو داریم، مقاطع تی شکل رو داریم، WT رو داریم، ST رو داریم، MT رو داریم، WT در واقع بدون شیب، ST با شیب هستش، میلگرت ها رو داریم، ورق رو داریم، پایپ رو داریم، لوله رو داریم و مقاطع HSS رو داریم. HSS مقاطع هالو استراکچر سیکشنز هستن، مقاطع کلا باکسی رو، مقاطع مستطیلی رو، مقاطع دایره رو کلا بهش میگن HSS تو مقاطع آمریکایی. مقاطع ترکیبی هم که گفتیم به این صورت هستن، مثلا مقاطع باکسی که داریم از ورق درست شده، مقاطع آیشکل رو میتونه از ورق درست کنیم، این مقاطع آیشکلی هستش این اولی که با ورق تقویت شده، اینجا دوبل نبشی استفاده شده، دابل انگل بهش میگن، اینجا دوبل در واقع ناودونی هستش که بک تو بک قرار گرفته، اینجا یک مقطعی هستش که مقطع آی با مقطع ناودونی ترکیب شده، این مقطع یه مقطعی هستش که اصطلاحا بهش میگن مقطع صلیبی یا چلیپا که اینا مثلا تو کشور ما زیاد از اینا استفاده میشه. علتش هم اینه که گفتم مقاطع آی پی بی بزرگ خیلی نیست میان از اینا بازی میکنن که حالا مقطع خوبی هستش اتفاقا، ولی چون مشکل اجرایی داره خیلی ازش استفاده نمیشه، یعنی سخته تولید کردن این تو کارگاه یا تو کارخونه ماشین سازی سخته، چون سخته کمتر ازش استفاده میشه. انواع مقاطع سرد نورد شده هم مقاطع باکس داریم، آی داریم و مقاطع زد شک داریم، مقاطع سی شک رو هم داریم. خب این جلسه بچه ها در اینجا به اتمام رسید.